بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. چهارشنبه است، 15 ماه شهریور 1396 و برابر است با 6 سپتامبر 2017 میلادی. و تشکر میکنم از دوستمون که از خلیج فارس زحمت کشیدن برنامه ای رو که معمولا دوشنبه ها پخش میکنیم، ولی به علت اینکه اینجا تعطیلی بود، روز لیبر دی بود، روز کارگر و کار بود و آمریکا همه چیز یه جور دیگه است. اون ماجرایی بود که به شطور میگفتن چرا اینجوری این کارو میکنی، میگفت من چه چیزی مثل دیگرانه که این یکی باشه. در صورت روز کارگر رو اینها به عنوان آخرین روز تعطیلی تابستون مدرسه ها و اینها هم به اصطلاح میگیرن و همه میرن به کوه و دشت و بیابان، مخصوصا دریا. البته بعض وقتا هوا سرد، دریا اذیت میکنه، ولی بالاخره مردم از قبل، از سال قبل گرفتن هتل ها و میرن. ما هم یکی از دوستانمون یک کابینه، خودش میگه کابین، میگم نه بابا این خونه است. کابین یه خونه کوچولوی چوبی درویشوار، این یه خونه است دیگه، یه فامیلی روم داره، یه اتاق داره، دستشویی و توالت و حمام و خوش چی میگن لباسشویی و اینها داره، ولی نمیتونم بگم جای شما خالی، چون اصلا نمیشناسم شما کی هستین، چند نفرین. بعدم بهتون بگم جای شما خالی، خونه مردم. اون بنده خدا من و دو سه تا دیگه از دوستاش رو دعوت کرده بود و خیلی هم خوش گذشت. اینجوری میتونم بگم، همینجوری که من اوقات خوبی داشتم اونجا، رودخانه رو میدیدیم، رفتیم قایق سواری و شنا نکردم. امیدوارم شما هم اوقات خوبی داشتید و حالا هم بهتر از همیشه با هم خواهیم بود. و اما خبرها انقدر زیاده و انقدر به سرعت میان و میرن که آدم دیگه حال رسیدن به اینها رو نداره. و یکی از این مجریان تلویزیون آمریکایی میگفت که بزرگترین افتضاحی که ترامپ تا حالا درست کرده تا افتضاح بعدی اینه. یعنی این آقا هر روز یک افتضاح جدید، و بعد از این همه قولای دروغی که به مردم داد، نمیدونم شما رو برمیگردونم به قرن 19 و دوباره برید با زغال سنگ کار کنید و اینها، یا دیوار میسازم مثل دیوار چین، تازه از دیوار چینم بهتر میسازم چون من بابام پولدار بوده و اینها، نه اون مسئله زغال سنگ رو تونسته حل کنه، نه مسئله دیوار رو. یه عده بچه های مکزیک یا کشورهای دیگه که پدر و مادرشون اینها رو ور میدارن میان اینجا. مثلا وقتی من اومدم اینجا، یه بچه هم 5 ماهش بوده، یه بچه هم 5 سالش بوده، اینا که اصلا ماها معمولا نه به دنیا آمدنمون دست خودمونه، نه از دنیا رفتنمون، نه کجا زندگی میکنین، نه چه دینی رو دارین. حالا خیلی ها وقتی میرسن به 15-16 سالگی میرن و تحقیق میکنن، دینشون عوض میکنن، اونم با 1000 مکافات. یکی فامیلش ازش ناراحت میشه، یکی نمیدونم اون کلیسا و اون مسجد و اینها بمانه. خلاصه این که این آقا اومده یک قانونی رو که اوباما اصلا یه دشمنی خاصی با اوباما داره. اگه اوباما یه چیز خوب رو بگه خوبه، این میگه بده، اگه یه چیز بد رو بگه بده، این میگه خوب. یه قانونی رو که اوباما آمده گذاشته که بابا جون این بچه هایی که اومدن اینجا 5 سالشون بوده، 8 سالشون بوده، فلان اینها، بیان ثبت نام کنن و به شرط اینکه خلاف نکرده باشن، کار غیرقانونی انجام نداده باشن، ما اینها رو به خاطر کار غیرقانونی که پدر و مادرشون انجام داده جریمه نمی کنیم و اخراج نمی کنیم. چشمتون روز بعد نبینیم. این آقا چون به یه عده گردن سرخ که اصلا نمی دونن بابا این مکزیکی ها اگه اینجا نباشه، اولا مملکت مال اوناست، مملکت چسبیده با اتون به اونا، مالو میان میتونن برن، شما اومدید مرز گذاشتید، شما اومدید تگزاس رو جدا کردید و بمانه. آقا دیروز بعد از این همه دروغ که این چند روز تعطیلات گفت که نه من خیلی اینا رو دوست دارم، به اینا میگن دریمرز، دریم یعنی امید آرزو، دریمرز
کسایی که آرزومندن. آدم بدون آرزو میمیره دیگه. و گفت که نه، من اینا رو خیلی دوست دارم، شما میدونید من بچه دارم، نوه دارم، اینها و اینا رو دوست دارم. دیروز اومد گفت که من 6 ماه وقت میدم به مجلس که تکلیف اینا رو معلوم کنه، ولی اون قانون رو منحل کرد و تکلیف اینا رو معلوم کنه، اگر نکرد خودم میام دوباره. حالا خودشم ببینیم چیه. این کسی که میاد اون شریف میشه کلانتر. چیزی ما تو ایرانی نداریم، همون چرا میشه بگیم کلانتر محل، قبل از اینکه پلیس و پاسگاه و اینا باشه کلانتر بوده دیگه، و به خاطر همین بعدن میگفتن کلانتری. در اصورت شریف میشه کلانتر. این یه شریفی رو قبل از اینکه حتی بره دادگاه، قاضی بهش بگه آقا شما جرمت به اصطلاح شما مجرم شناخته شدی، حالا محکوم هستی به اینقدر زندان یا 6 ماه یا هر چی فلان، این آقا اومد بخشیدش که اصلا این کار بی سابقه است و خبر نداشت. گفت اوباما هم همین کاری کرده، گفتن آقا اون نبخشیده طرف رو که پاک بشه پروندهش. اون گفته به خاطر که این مرد بوده حالا زن شده و این تو زندان خیلی چیز داره. تازه یه کار جالبی هم که کرد اینه که خرج اینا خیلی زیاده، اینا که تغییر جنسیت میدن و اینها، خرج و نگهداری و اون بیماری های که بیماری نه همینجوری تحت نظر دکتر خیلی زیاده. گفت این باقی دوره زندانشو من میبخشم بهش، نه اینکه اون ماجرای محکومیتشو اینا رو بردارن چیزی تو رکوردش نباشه و اینها. در صورت روزگار غریبیست نازنین، و ما هم بیچاره مردم که اسیر شدیم دست اینها، هم اینجا هم ایران هم کشورهای دیگه. این خانمه یادتونه میانمار، همین برمه خودمون، یه خانمی بود زندان بود، همه دنیا تلاش کردن تا این خانم از زندان آزاد شد، بعدم جایزه نوبل بهش دادن، بعدم شده مثل که اونجا رئیس جمهور یا هرچی. حالا تو اون کشور مسلمان کشی را افتاده، دو هفته، نزدیک به دو هفته این صداش در نیومد، البته ناگفته نماند. بعضی از این خبرها اینقدر دروغ پخش میشه که دیگه شما خبر درستی رو هم نمیتونی توش پیدا کنی. و در همین رابطه این دوستمون خانم ماندانا، بهتون گفتم من اون روز که اسمش آوردم گفت آقا من باورم نمیشد شما اسم من هنوز یادتون باشه. گفتم بابا من آدمای خوب رو فراموش نمیکنم، آدمای بد رو سخت تلاش میکنم که فراموش کنم و حتی ببخشمشون. اینجا میگن ما میبخشیم ولی فراموش نمیکنیم، من هم میبخشم هم فراموش میکنم، چون شما یه قلبی داری اینقدر، اینو میتونی یا با کینه پر کنی یا با محبت. حالا ما که همش کینه بوده، همش کینه بوده، حالا داریم یه کمی تخلیه کینه میکنیم، محبت جاش میذاریم. در صورت این دوستمون وقتی که من راجع به رستم صحبت کردم و گفتم که این رستمی که تو جنگای ایران و اعراب بوده چرا شاهنامه از این رستم اسم نبرده، که شخصی بوده حقیقی، جنگجو بوده، گویا فرمانده یه گردانی، گروهانی، سپاهی، چیزی بوده. و این خانم برای من توضیح داد که این رستم فرخزاد و چنین و چنان. خب حسن برنامه اینه که شما برید تحقیق کنید. ما هم رفتیم تحقیق کردیم و دیدیم که همچین کسی بوده تو تاریخ ایران، ولی انقدر نوشته ها در بارش زد و نقیزه، یه جایی میگن خوبه، یه جایی میگن بده، یه جایی میگن این طرفدار حکومت ساسانیان بوده به مردم ظلم میکرده، بعدم که اعراب اومدن و مردم فکر کردن حالا این عربا عربا عممون میاد مثل خمینی خونه مجانی و نفت مجانی و اینا میده، با آغوش باز و از جاها رفتن سراغشون، اون باز ولکن نبوده، هم اونا رو میزده هم اینا رو میزده، بعدم به یه وضع فجیع کشته شده. در صورت دوست من نوشت که این خیلی جای شرمه که اینجوریه. گفتم والا میدونم، و اون وقتا رسم بر این بود که میگفتن شما اگه میخوای یه چیزی رو صحیح بفهمی از دو تا سه تا به اصطلاح مرجعی که نه مرجع مذهبی، مرجعی که اطمینان داری، برو اینا رو بخون و تحقیق کن، بعد خودت دیگه تصمیم بگیر. ولی الان دیگه دو تا سه تا نیست، 200,000 تا 300,000 تا است. نه وقت خوندن آدم پیدا میکنه، وقتی هم میری هر چی میخونی هی گیجتر و گیجتر میشه. اونایی که رو فیسبوک ما رو میبینید بذارید من یه چیزی اینجا نشون بدم به یه دوستی که بهش گفتم، که به من گفت که آقا چرا دوربین من نقشه ایران رو عوضی نشون میده.
بهش گفتم که این یه چیزیه بهش میگن ویدیو افکت و بهش میگن میرور افکت. میرور افکت اتفاقا توی ایرانی فکر کنم بهشون میگن جلوه، به افکت میگن جلوه، مثلا جلوه های ویدیویی. گفتم اینا رو باید استفاده کنید. شما ببینید من اینجا دست راستم رو که میارم بالا، این دوربینم داره دست راستم رو به شما نشون میده، دوستان فیسبوکی، درسته؟ حالا نگاه کنید، من همین دست رو میگیرم بالا ولی شد دست چپ. ببینید با یه دکمه دوربین من الان به قول آمریکایی‌ها upside up، یعنی بالا بالا هست، درسته؟ با یه دکمه میزنی میشی upside down. upside down یعنی واژگون میشی، یعنی اینجایی که باید بالا باشه رفته پایین. اینا برای اینه که شما یه دوربینی که استفاده میکنید، یه وسیله که استفاده میکنید، درسته که این روزا تا میزنیش تو کامپیوترت شروع میکنه به کار، لازم نیست چیزی بخونه، اکثرا با یه کتابی میان، کتابام خیلی قطوره. این روزا آره کتابم نداره، این بوکش رو گذاشته رو اینترنت. هیچ وقت یادم نمیره، من با اون دوست که کار میکردم برای کارهای به اصطلاح انتخابات هیلری کلینتون و اینها، این یه روزی به من یه دوربین جدید داد، گفت که با این دوربین حالا میخوایم به اصطلاح عکس بگیریم. گفتم باشه. بعد سوار هواپیما شدیم از اینجا بریم بوستون، حدود یک ساعت و نیم پرواز. همه این دوستان تا نشستن گوشی های موزیکشون و اینا رو گذاشتن، من این کتاب دوربینه رو درآوردم شروع کردم به خوندن. یکی از اونا گفت ای آقا حالا میخوای چی بخونی؟ این دوستم گفت که این وقتی یه چیز جدید بهش میدی از پشت جلد اولش میخونه تا این جلد آخرش تا تمام کارا رو یاد بگیره. البته خب ایشون اغراق کرد و اینجوری نیست، ولی سعی میکنم اگه یه چیزی رو دارم و مخصوصا میخوام باهاش کار کنم بلد باشم. ما متاسفانه تا یاد میگیریم، اصلا دیدید دیگه، اصلا ضرب المثل ساختن، میگه طرف رفت آهنگری یا ریختگری، بعد اومد خونه به مادرش گفت من دیگه نمیرم سر کار. گفتن چرا؟ گفت من استاد شدم. گفت نمیدونم چیکار میکنی. گفت این یه میله، میلش میکنی، بیله، نمیدونم چیش میکنی، یه چیز دیگه صافش میکنی، یه چیز ضرب المثل اینجوریه. اینجوری نیست، به این سادگی نیست. در اصل حالا امیدوارم اون دوستمون که میگفت اینجا رو چپ راست میبینم و نقشه برعکس میشه، اینه، شما داری میرور افکت یا جلوه آینه رو چیز میکنی. دوربین یه خاصیتی داره که دست راستو که من میارم بالا شما دست راستو میبینید، یعنی این دو بار عوضش میکنه. تا دیگه بیشتر از این توضیح خوب نیست. و اما همیشه دیدید که من میگم ایرانی که خوبه، موفق میشه، بهش افتخار میکنیم، میگن اون ایرانیایی که بدن، حالا یا ناموفقن یا جنایتکارن یا یه تقلبی میکنن و درگیری پیدا میکنن با قانون و اینها، با اونها چه کار کنیم. همین جمعه بود که جمعه 4-5 روز پیش بود که خبر این به دست من رسید که یکی از ایرانی ها که قراردادهای دولتی رو میگرفته، دولت میدونید اینجا دولت محلی دارید، مثل مثلا شهرداری، فرمانداری، استان، یادتونه چقدر اینا رو وقتی درسون میدادن تفاوتش چیه، شهرستان فلان اینها، اینجا هم همین جوره. و اینها آمدن الان، برید من اسم نمیگم، به دو دلیل. یکی این که اولا این بنده خدا من میشناسمش، پسر یکی از دوستای ما بود که فوت شد، بعد مادرشو میشناسم. خب البته هم پدرش یادم نیست، اون موقع من با برنامه میگه من یه بار دیدم پدرش بعد فوت شد اینها، ولی ایشون مجاهده، ایشون اصلا سخنگوی مجاهدین در ژنو بوده، پسر بسیار خوبیه، بسیار آقا هست و اینها. و خیلی متاسفم برای پدر مادر، و ما هر مشکلی با هم دیگه داشته باشیم نباید خوشحال بشیم وقتی که پدر یک کسی، مادر یک کسی، فرزند یک کسی اسیر میشه. متاسفانه این آقای بسیار جوان که هنوز ازدواجم نکرده بود، 30 سالش هست، دستگیر شده و چند نفرم از اون سازمان دولتی ویداد، ویرجینیا دیپارتمنت آف ترانسپورتیشن، که من خودم سالها باشون کار میکردم. و چه جالبه،
وقتی که سر و کله اینها پیدا شد، ما دیدیم که اونها میخوان از ما باج بگیرن. گفتیم ای بابا، ما از ایران فرار کردیم از دست ژاندار و آخوند و پلیس که همه میخوان باج بگیرن، حالا اینجا تو آمریکا هم باید باج بدیم. و من دیگه دل سرد شدم و نرفتم سراغ اون کار. و چقدر شانس آوردم، گیرم که رفته بودم، امروز گفت پیتزا، براش پیتزا بخرم، فردا بگه رستوران، ببرمش رستوران، و بعدش بگه حالا میخوای 100,000 دلار زیادتر کار کنی؟ بگم چجوری؟ بگه من بهت قرارداد میدم، شما مثلا 50% بده من. و اینا این کار کردن. البته دولت میگه که اینها 10% میدادن به اون کارمند آمریکایی. و برید بخونید، برید بنویسید ماجرای ویداد، دو سه تا چی هم نوشته بود، نوشته بود یکی کانسپیرسی، کانسپیرسی میشه دسیسه، یکی میل فراد. میل فراد من نمیدونم، شاید چون این قانون چی میگن، مزایده و مناقصه، درسته؟ وقتی یه چیز میخوان بفروشن زیاد دارن میگن مزایده، شما میری میخری، وقتی یه چیزی کم دارن میگن مناقصه، یعنی ما این نقص رو داریم میخوایم شما بیان کمک کنی. این هر سال به صورت مناقصه این رو اعلام میکنن در روزنامه ها، در جاهای خودشون، و شما میری پاکتشو میگیری، بعد براشون می‌نویسی که من اینقدر کامیون دارم، اینقدر پیکاپ تراک دارم، اینقدر ماشینی دارم که میان اینجا آب نمک می‌ریزن تو خیابونا و اینها. گویا این دوستان ما که مجاهدم هستن، وقتی شما تو آمریکا دوست عزیز سیستم به این خوبی رو اینجوری ابیوز می‌کنی، حالا شما می‌خوای بری تو ایران برای ما سیستم درست کنی، کم میارید دیگه. شما مجاهدا به اینجاها که میرسه کم میارید. در هر صورت صحبت از میلیون ها دلاره. یه جا خوندم 40 میلیون دلار، یه جا خوندم 9 میلیون دلار. و من امروز روز دادگاهی هست که hearing یعنی دادگاهی میذارن که میری اونجا، خیلی رسمیت نداره، میگن خب تو بگو چی داره، و از وقتا وکیله چیز میگیره continuous یا هم چیزی که یعنی ما الان حاضر نیستیم بهمون چی بده، و بعض وقتا وکیل میگه که این آدم معتبریه، فرار نمیکنه، پاسپورت شو اینا رو بگیرین و یه پولی هم ما میذاریم این آزاد باشه، بیل یا همون وثیقه، درست میگم تو ایرانی؟ در هر صورت امیدوارم که به خیر بگذره. ولی این دوستان یه چیزی رو متوجه نشدن، شما با شرکت‌های خصوصی زد و بند کنی، ببری بخوری و فلان، اینها ماکسیموم وقتی میگیرنت میگن رستوریشن، یعنی بیا پوله رو بده برو گم شو دیگه اینجا پیدا نشه. ولی با دولت وقتی میری، آقا همین ویرجینیا، فرماندار ویرجینیا یه آقای بسیار خوبی هم هست، مکدانل، به خاطر 130,000 دلار که از یک کانترکتور، یک مقاطع کاری، اونم پول نه، مثلا مقاطع کاره اومده بوده مهمونی دختر این براش طاعت خریده، برای اون ماشین خریده، اینا رو که جمع زدن دیدن 130,000 دلاره. گفتن به خاطر این 130,000 دلار آقای فرماندار ویرجینیا مجبوره که، به اصطلاح مجبوره که نه، مایل میشه که به این مثلا بیشتر شغل بده و اینها. در هر صورت دوستان یه جایی اگه هستید پولی میسازید راضی باشید، گندش بالا اومده که اینها ماشیناشون یه مش ماشین قرازهی توی گاراژ حتی معاینه نداشته، یعنی نمیتونسته بره تو جاده، ولی داشته ساعتی برای ویرجینیا دیپارتمنت آف ترانسپورتیشن کار میکنه. ما هم میشینیم اینجا برامون مالیات میاد که پارسال شما خونتون نمیدونم اینقدر هزار دلار مالیات دادی، امسال خرجمون زیاده اینقدر زیادتر. اینجوری سوء استفاده های اینجوری. در صورت به عنوان اینکه من فامیلی اینا رو میشناسم، پدرش که یک آدم بسیار خوبی بود، مادرش یه مقداری عصبانیه، دلیلش همین مجاهد بودنشه که فکر میکنه چون مجاهده از همه بیشتر میفهمه، چون مجاهده ما همه مزدور هستیم، اونا تافته جدا بافته هستن. بنده خدا تا حالا دو سه تا کار اشتباه هم تو زندگیش کرده و اینها. در هر صورت امیدوارم که اگه خدایی هست به این مادر صبر بده، اگه خدایی هست به این پسر کمک کنه، تا تو زندان 20 سال، 30 سال، 15 سال، 10 سال موندن، یعنی دیگه جوانی این آقا رفت. حالا شما
100 میلیون بیرون پول داشته باشه. اگه بتونن که ازت پس میگیرن، اگه پس نگیرن هم پول رو دوست دختر داشته باشی، برادر داشته باشی، اونا استفاده میکنن. نکنید، نکنید، از من به شما نصیحت. و اما این ماجرای ویدات و دوستان مجاهد، و حتما شما هم دیدید توی یکی دو روز گذشته این وخامت حال خامنه ای و پیام محرمانه به ترامپ. چه پیام محرمانه ایه که یک دوستی میگفت از طریق آقای بنی‌صدر پخش شده، و یادتونه خمینی هم که میخواست بمیره میگفتن یه پیامی فرستاده، اون موقع برای بوش بود، برای چی بود یادم رفت. و یکی نیست از این فعالان فرهیخته مبارزین قمپوزیسیون و اپوزیسیون ما سوال کنه آقا خمینی که مرد چی شد؟ اولا خامنه ای پیام داده به ترامپ که من چون مریضم تو بیا این تحریما رو کم کن. آقا شما باور میکنی یه همچین چیزی ره؟ حالا من دوست دارم اون دوستانی که با آقای بنی‌صدر در تماس هستن، گفتگوهای رادیویی دارن، اینها از آقای بنی‌صدر سوال کنم واقعا شما باور میکنید که این آخوندها اینجوری هم؟ این همه به ایران ضرر زدن تو قراردادهای مختلف، توی تحریمهای مختلف، حالا وقتی میخواد بمیره فکر مردمه، موقعی که خودش زنده بوده فکر مردم نبوده. در اصل نمیدونم، این خبرام اینجا هست. و اما هیئت‌های عزادار حسینی از چین و کشورهای دیگه، بذارید ببرمتون به صفحه آقای علی ترابی دوست نازنینمون که ایشون این رو فرستاده و گذاشته روی فیسبوک. فیسبوک هم خیلی افتضاح شده از موقعی که این مسنجر صفحش کوچیک کرده، ویدیو نشون میده انقدر بازش میکنی اون صفحه رو میبنده. خب آقا اگه مسنجر اصلا بکنش مسنجر فیسبوک یه چیز دیگه جدا از این باشه، یه صفحه جدید باز بشه. بذارید من این صفحه رو براتون باز کنم، این ویدیو رو با هم ببینیم. و جالبه، حالا اتفاقا میگم این آقای ترابی گاهی وقت یه چیزایی مینویسه که آدم میگه خب اگر نپرسم ازشون، همون ماجرای احمد شاملو، اگر بگم زبانم میسوزه، اگر نگم مغز استخوانم میسوزه. نوشته مثلا بدون شک بعد از پایان این رژیم مذهب و دین و این خرافات برای همیشه از ایران میرود، با امید روزی نشستم که با بلدوزه فقط چنین و چنان. میگم آقا چجوری اینا رو که ما میدونیم. بعدم شما فکر میکنی، حالا شما که مسیحی شدی، شما فکر میکنی مسیحیت از لحاظ خرافات، از لحاظ بد بودن، از لحاظ بدتینت بودن از مسلمونا بهتره؟ آقا این مسلمون، این کتابش زائیده مسیحی ها و کلیمی هاست. همین مسیحی ها توی فیسبوک من برید نگاه کنید، یه آقایی که جدن در جدش از این توی جنگ های داخلی آمریکا شرکت کرده بوده، اصلا رابرت لی معروفه، همین ماجراها این چیز سر این مجسمه و اینای این بوده، این آمده گفته آقا این جد و بر جد من آدم های نفهمی بودن که فکر میکردن چون سفیدن بهتر از سیاه پوست ها میفهمن و فلان اینا. و آمده با مادر اون خانمی که با مادری که دخترش کشته شده بود بایستاده به اصطلاح تسلیت گفته و بعدم گفته باید این کارا رو بذاریم کنار. علی آقا کلیسا اخراجش کرد. علی آقا آقای بیلمار آورد طرف که کلیسا مال مگا چرچه، اومد گفت آقا این کارهایی که ترامپ میکنه که مسیحی نیست، مسیحیت نیست. گفت حالا اب نداره، این پدرسوخته ها جایی که پول باشه سر شما رو میبرن. حالا شما مسیحی شدی، کارتو درست کردن، آمدی اینجا، خوش به حالت، ولی تو دام این خرافات مذهبی نیفت. بریم با هم ببینیم دوستان این رو، اجازه بدید من این یه خاموش کنم، بریم شما رو بذاریم روی این صفحه‌ای که می‌بینید احیانا. کپچر سلکت اریا 4x3 اینجا، بله، از یه وبسایتی هم هست به نام بیدار شو ایرانی. چشم، بفرمایید. حسینی، بختیاری‌ها و چهارمحالی‌های مقیم اصفهان
از خیابان بائمیه. خوش آمدید از دان از من لاجور نام و آجور کنم بله خیلی خوش آمدید. کمی حرکتتون رو سریعتر بردارید ممنون میشم. جمعی از توریست های مقیم اصفهان هم در حالی که پیشانی بندهایی با نام یا حسین و به زبان انگلیسی بر پیشانی بستن در جمع عزاداران هستن و همینک در مسیر رسیدن به جایگاه هستن. یکمی سریع در حرکت بفرد عزاداران حسینی کاربانی ها و بختیاری های بود اسلام. جمعی از توریست های قبول اصفهان در قالب عینت عزام در حالی به پیشانی بندی های با نام یا حسین به زبان انگلیسی بستن بستن از گروه ها و ملت های مختلف در محل با حرکت به سمت جایگاه است. موزیک رو قطع آقایون رعیت عزاداران حسینی یک کمی سریعتر حرکت بفرمایید. پلنگو رو یه مقدار سریعتر حرکت بفرمایید. یک کمی درود بر شما. بله هیئت های عزاداران توریست های مقیم اصفهان ماشاءالله جمعی از توریست های مقیم اصفهان در قالب یک هیئت عزاداری از اقوام و ملل مختلف در حالی که پیشانی بند قرمز با نام یا حسین به زبان انگلیسی بر سر بستن پیامشون رو هم به زبان انگلیسی خدمتتون تقدیم میکنن. بفرمایید. In the name of God, I welcome you all tourists to Isfahan, to Iran, participating in this ceremony, wedding ceremony of Imam Hussein. Anche benvenuti ragazzi italiani a Iran, a Isfahan, participare in this ceremony. همه با هم یا حسین یا حسین他是啊他是每个中国朋友们他们来救你啊他们看见我们的活动我想告诉你们哪你们来在这找香了我想每个世界上的人们说啊在伊朗的活动是一个信仰的活动我们想每个人说啊知道了为什么我们给伊玛目前有活动谢谢你们呢你们在这参加了 İstanbul'da gelenler, Türkiye'den gelenler, arkadaşlara iyi gün diliyorum. Çok teşekkürler ederim, gelip siz bizim. خب نوشته که عزاداران چینی هم رسیدن. معلوم نیست چقدر از پول این مردم فلک زده رو برای اجرای این نمایش مسخره. یکی بیاد مهمون برنامه من بشه، اصلا نیان اینجا چون شماها خجالتی هستین. شماره تلفن 202-695-2573 تماس بگیرید، برای ما پیام بذارید. تفاوت این با جشنای 2500 ساله چیه؟ این اقلا آوردتشون تو خیابون جلو مردم رژه میرن. شما برید فیلمای جشنای 2500 ساله رو ببینید، اولین حرفی که میزنه میگه مردم ایران کجا هستن. علی آقا دوستان دیگه، آقای فرهمند کلایه، شنیدیم که الان تو کردستان شلوغ شده. آقا شلوغ که شده، آقای رضا پهلوی رفت به اینا بگه آقا من میخوام برم بانه به جنگم. رضا پهلوی اینجا رئیس شورای ملی بودش. شورای ملی من هم اصلا برای چی بود، چی کار کرد؟ تازه همونم گفته خیلی من دیگه زحمت میخوام بکشم بازنشست میشم. ولی جالبه همه خود آقای علی ترابی احتمالاً به شوخی گفت من قبول میکنم که رئیس شورای ملی بشم. یا آقای دیگه هم هست جمشید شارمهد، من یکی دو بارم باهاش مصاحبه کردم، یا شادمهر هم چیز. این آقا هم از اون عقب افتاده های دنبال فولادوند بود، اونم اعلام کرده که منم حاضرم رئیس بشم. یعنی شما ببینید برای رئیس شدن همه هستن، ولی هیچ که حاضر نیست بگه تو رئیس باش من میام باهات کار میکنم. این اشکال آقای کلایه. ولی شما شعار خوب بنویس، همه باید با هم باشیم. میگم آقا مردم مارگزیده شدن، از ریسمان سفید و سیاه میترسن. والا ما مارم نگزیدتون، مار که میبینیم اصلا وحشت میکنیم. حالا دیگه اگه بزنه که فرار میکنه.
مردم بیان با... میگم آقا یه قلم و کاغذ بردار بنویس ببینم شما که 40 سال اینجا هستی با این روش حزب و پارتی و جنبش های مختلف و گراس موومنت و اینا آشنا هستی، شما بنویس ببینم چند تا دوست داری که میدونی اگه بهشون گفتی فردا میان. بله شما زنگ میزنی، آقای عزیزان از آتلانتا میاد، آقای سینا دبستانی از اینجا میاد، 4 نفر دیگه میان، میان میریم مجلس، بعدم فکر میکنید که شق القمر کردین، به مردم توضیح نمیدید آقا مجلس آمریکا اینجوریه. خداییش تو ایران اگه بخوای یک نماینده کوفتی رو ببینی خیلی سخت تر از اینجاست. اینجا زنگ میزنی بهت میگن، اصلا دوستای من میخوان بیان اینجا، میگه کجا بریم، میگم یکیش اینه که زنگ بزنید به نماینده مجلستون بگید ما اون روز اونجا هستیم، یه گشتی هم تو مجلس بزنید. آقا چرا به مردم دروغ میگید؟ چرا مثل آقای اون دکتر کی بوده اسدالله، این اسمش هم همش نصر اسداللهیه، کیه فکر میکنید اومد با این سرهنگ سرشار رفتن توی کنگره، بعد آمدن وقتی هم میرن تو کنگره به مردم نمیگن ما رفتیم توی اتاقی با 2 نفر اونجا بودیم، میگه رفتیم کنگره آمریکا، فکر میکنن 100 نفر نمایندگان سنا نشستن، 500 نفر هم نمایندگان مجلس شورای ملیشون نشستن و فقط منتظر این آقا بودن که بیاد بگی به من پول بدین، میخوای چیکار کنی؟ میخوام برم شاه بشم. چرا؟ برای که رضا شاه نمیخواد شاه بشه. اینم از این ماجرا. ببینیم سرند فریاد چی میگه. به به، دست بیل خلال دندان چینی وارد ایران کردن، حالا هم سینه زن چینی وارد کردن، فردا اگر زن یا شوهر چینی وارد کردن اصلا تعجب نکنید، اتفاقا وارد کردن زن چیزشو وارد کردن، زنای مثل بادکنکی و اینها، حالا دیگه مردشو نمیدونم اون در صورت چینی ها دنیا رو گرفتن. اینم ماجرای هیئت های عزادار حسینی از چین. ممنونم از آقای علی ترابی دوست نازنینمون. و اما دوستان امروز من، چون من دیروز که اومدم کار داشتم اینجا، اینجوریه یه روز که شما میریم مسافرت، تازه ما مثلا ساعت 11 از اینجا رفتیم شبم ساعت 8 رسیدیم اینجا، ولی دیروز تمام روز باید کارهای دوشنبه که هیچ برنامه هم نداشتم به اصطلاح جمع و جور و اینها. و امروز وبسایت کانون آوا رو نگاه کردم، دیدم برای روز جمعه 3 تا مهمون داریم. یادتون باشه جمعه 12 ظهر به وقت نیویورک یا به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا کانون آوا یه برنامه رو به شما تقدیم میکنه هر هفتم الان چند سال، که این هفته خانم نرگس بهشتی از ایران مهمان ما هستن، بعدش آقای منوچهر عبدی و بعدش آقای محمد کرمی. من فکر کنم آقای احسان بیدی توی آلبانی از مجاهدین جدا شده بود و اینشون تنها کسی باشه که ما وقتی سازمان مجاهدین از عراق اومده آلبانی با به اصطلاح یکی از این، اینجا بهش میگن اکس مجاهد، یعنی کسی که قبلا مجاهد بوده، چون اینها خودشون میگن ما مجاهدیم، سازمان میگه نه اینها بریدن، اینا میگن آقا ما از چی بریدیم. راستی یه خبری هم بود پریروز که گذاشته بودن که آقای مسعود رجوی از ایدز مرده و اینایی که باقی موندن، مخصوصا این خانمایی که به اصطلاح میگن به هر دلیلی با آقای رجوی بودن، باید یه آزمایش ایدز بدن. و بازم جالبه برای آقای غلام ترشیزی فرستادم، اینا یک روش خاصی دارن، اونجایی که میدونن اگه یه چیزی نوشتن سوربی از داخلش یه چیزی در میاره که حقیقت و معلوم میشه، اونجا ساکت میشن. آقای غلام ترشیزی البته مثل مسافرت هم بودن ایشون، چون دیدم عکساشون از کانادا و اینجا فرستادن، جای بسیار قشنگ و زیبایی بوده. و من فکر کردم آقای منوچهر عبدی اولین نفری هست که جدا شده یه سازمان توی آلبانی هست، من باش مصاحبه میکنم، ولی فکر کنم آقای بیدی، احسان بیدی بوده. و اما آقای سربی، خدا قوت، بی تعصب، رو راست و آشنا به روز، سید یوسفی. من ممنونم آقا، این همه ما تعصب داشتیم
این همه آقا تعصب از کلمش اگه نگاه کنین اسپلش اون هجیش از عصبانیت میاد، یعنی مثلا شما به من میگی آقا پدر بزرگ دوز بوده، من عصبانی میشم، یعنی بی دلیل عصبانی شدن میشه تعصب. به یکی میگی آقا خدا عادل نیست، اون عصبانی میشه. میگم آقا خدا عادله، میگه آره. میگم شما به خدا و قدرتش قبول داری، میگه آره. میگم پس تو فضولی، اگه اون عادله، اگه قدرت داره خودش حساب من میرسه، تو برو گم شو، عصبانی میشه. و این تعصب یادتون باشه، همینجوری که من یه چیزی میگم چون باب دل شما هست خوشت میاد، شما هم صبر کن تحملت بره بالا. اگه یه شاه اللهی، یه طرفدار پادشاهی، یه مجاهد، یکی نشسته بود یه چیزی گفت، عصبانی نشی، درباره گفتش فکر کنی. مثل هفته پیش اون ماجرایی که این دوستمون آقای کی بود، اونم جواب نداد، اونم فهمید چه کار کرده، اشتباه کرده. جایی که شما می نویسید ورود به این گروه آزاده ولی بی ادبا رو اخراج میکنیم، بعد من آمدم شما یه عکسی گذاشتی میگی اینجوری، میگم آقا شاه تو این مدرسه بود ولی شاه دیپلم نگرفت، دعوا کرد کردنش بیرون، بعد دو سه تا احمق دیگه میان به من حمله میکنن، شما وای میسی با اونا میخندی. من گفتم این کار درستی نیست. در هر صورت ممنونم اگه شما فکر میکنین من تعصب ندارم، امیدوارم اینجوری باشه، امیدوارم تعصب نداشته باشم درباره چیزایی هم که به اصطلاح فکر میکنم اشتباهه، یا اونها دارن غلط میگن یا زور میگن. یه مقداری تعصب از بی منطقی میاد، اگه منطقمون بالا باشه، زیاد باشه، نه فوش به هم دیگه میدیم، نه فریاد میزنیم، نه عصبانی میشیم. وقتی که منطق نداشته باشیم به اصطلاح تعصب زیاد میشه، اون وقت فوش میدیم، چون منطق نداریم بلند صحبت میکنیم. ولی منطق شما اگه خواستی بگی دو دو تا چهار تا همه میشنون، ولی یا میشنفن به قول شیرازی ها. ولی اگه خواستی دروغ بهشون بگی باید فریاد بزنی، هی بگی دو دوتا 16 تا، دو دوتا 16 تا، تا تو مغزشون به زور فریاد فرو بره. پس فریادم از چی میاد؟ از تعصب و از بیمنطقی. ممنون و متشکرم. خب و اما این کره شمالی و آمریکا، یک فیلمی هم گذاشتم که نشونتون بدم ولی بعد ورش داشتم، چون یه مقداری باید برید خودتون مطالعه کنید این ماجرای جنگ کره و آمریکا از کجا شروع شده و چرا کره یه زمانی مثل قذافی حاضر شده بود چیزای اتمیشو بده به شرطی که آمریکا این کار انجام بده، این کار انجام بده، این کار انجام بده. دوستانی که آمریکا زندگی میکنین، والا والا منم آمریکا زندگی میکنم، شاید از همتونم از لحاظ متری نزدیکتر باشم به کاخ سفید، ولی حقیقت رو باید قبول کنیم. آقا آمریکا به قولهای خودش عمل نمیکنه. اینا دیگه 8 ماه اومده، درسته 20 ژانویه اومده، 8 ماه اومده، ببینید این مردک چقدر دروغ میگه، این شارلاتان چقدر دروغ میگه، عمل نمیکنه. قرارداد میبنده میزنه زیرش. من یادم میاد بچه‌مون وقتی کوچیک بودن بازی که میکردن، پسر ما چون بزرگتر بود و سنش بالاتر بود، هر وقت میباخت میزد زیر این صفحه، میریختش به هم به هر بهانه، یا مثلا میخوام برم دستشویی پاشو میزد به این که بریزه به هم، میزنه زیر بازی آمریکا. حالا شما میگین نه آمریکا به حرفای خودش عمل میکنه، بیان مهمون برنامه من باشین یه روز تا یکی براتون بیارم جلو. یه جایی یه آقای به نام علی علی، اینا هم که اسمایی میدونید، علی علی نوشته بود که این فیلم رو نگاه کنی، خمینی خامنه ای فلان فلان شده که چیز میکنه، نمیدونه که آمریکا چه قدرتی داره. تو اون فیلمه یه آقای وایساده تو ویدیو میگه که ما آمریکا بهترین قدرت دنیا هستیم، ما چنینیم، ما چنان. من برای این دوستمون نوشتم آقا اگه آمریکا این قدرت هست، چرا تا حالا نرفته پدر این آخونده رو در بیاره؟ اگه آمریکا این قدرتی که شما میگی، چرا 16 سال تو افغانستان مثل خر لنگ به گل مونده؟ اگه آمریکا این قدرته، چرا تو ویتنام با اون بی‌آبرویی باخت؟ نیست عزیز من. یه سری دروغ میگن، یه سری الان همین ماجرای کره دارن ازش استفاده میکنن، به کره جنوبی و ژاپن اسلحه بفروشن. همه این بازی‌ها سر پوله، اونم نه پولی که ما میام برای جاده میسازیم. جاده ساختن برای یه مملکتی
کار میبره، باید بری ماشین ببری، نمیدونم کواری، سنگ معدن، سنگ منفجر کنی، بیاری خورد کنی، بریزی، بپاشی، اسفالت کنی، کار میبره. ولی اسلحه نه، اسلحه اینجا میسازی تو کارخونه، اینقدر آهنه میکنن تو کشتی سوار میکنن میره اونجا پول میگیرن. اینه که برای اینا بهتر اسلحه بفروشن. نصف مردم عراق اینا کشتن، از بین بردن، و میگن دموکراسی میخوایم وارد کنیم. آخه این دموکراسیه؟ و اینا چون افتادن توی معامله اسلحه، الان شما ببین روابط وزارت امور خارجه رو پنتاگون دیگه معین میکنه، یعنی اون دیپلماسی اون پنتاگون صحبت میکنه. پنتاگون هم یه سری ارتشی هستن، یه مسئله توی آمریکا، میگن این افرادی که با چکش و میخ کار میکنن فکر میکنن همه مشکلات دنیا با چکش حل میشه. میگی این دره خرابه، میگی بارون و دق با چکش میزنه میشکنه. پنتاگون هم اینجوریه، فکر میکنه همه مشکلات دنیا با اسلحه حل میشه. میگه ایران، میگه حمله کنی، میگه افغانستان، میگه حمله کنی، میگه کره شمالی، میگه حمله کنی. فقط یه چی بلدن، حمله. سمد آقا یادتونه میگه حمله با خورشت سبزی بفهم. خب اینجا براتون، بله، عقل بشر قسمت 18 ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی 20 دقیقه دیگه براتون پخش میکنم. من ممنونم از این دوستمون، ما از بس هی گفتیم که لطف کنید کم باشه کوتاه باشه، این بنده خدا دیدم این شماره 18 رو با یک سرعت عجیبی خونده، گفتم آقا من فکر کردم که این تلفن چیمون دستگاهمون داره تون میره. و نه عزیز من، ما حالا همچینم اینجا حرفای گوهرباری نمیزنیم که مثلا شما اگه 2 دقیقه بیشتر صحبت کنی وقت چی میگن غنیمت پیچی ما رو تلف کرده باشی. نه، صحبتای شما خوبه، دوستان صحبتاشون رو گوش کنید، در موردش هم فکر کنید. بله ببینیم که اینجا براتون چی گذاشتم. و بله همین دوستمون از خلیج فارس نوشته شرم‌آور، دیروز مسابقه میان عربستان و ژاپن در شهر جده برگزار شد و 1-0 به سود کشور میزبان پایان یافت، یعنی عربستان. پس از پایان مسابقه تماشاچیان ژاپنی زباله های ملت عربستان را جمع کردند، بعد میگویند النظافت من الایمان، یعنی ایمان در پاکی است. از دید نظر آنان همه مردم دنیا کافر و جهنمی هستند. سرم را به کدام دیوار بزنم؟ به هیچ دیواری نزنید. بذارید براتون بگم این ماجراهای ورزشگاه ها، یه دفعه اگه یادتون باشه یه عکسی از ورزشگاه آزادی ایران آمده بود و دوستان ایرانی هم که خیلی زود با یه قوره سردیشون میشه، با یه کشمش گرمیشون میشه، آقا ببینید ما چه ملت کثیفی هستیم فلان اینها، من آمدم عکس‌های مسابقات بیسبال و فوتبال آمریکا و تو پارکینگش و اینها رو گذاشتم نشون دادم، گفتم اینجام همین جوره. و این اصلا برنامه اینها هست که وقتی میان اونجا، شما ببینید تو خیابونای آمریکا شما نمیتونی آبجو بخری دستت بخوری یا عرق بخوری، اینا که میکرده چه توی پاکتی دیگه، حالا این کلاه شرعی سرش میذاره. ولی میره تو مسابقه ورزشی که همه هیجان زده هستن و معلومه 50% طرفدار اینوری هستن، 50% طرفدار اونوری، و هر لحظه ممکنه درگیری بزرگ درست بشه، اونجا آبجو میدن. چرا؟ آبجو 1 دلاری رو اونجا میده 7 دلار، میده 8 دلار. بعد این کثافت ها و آشغال ها و اینها رو برای اونها راحت تره که شما همه رو بریزی رو زمین، این صندلی ها هم که تاشوه، اینا میان با چند نفر کارمند و کارگر و نظافتچی اونجا رو تمیز میکنن، به جای این که شما هرچی میخوری حالا هی بلنشی عجله و 4 نفر با این پاپکورن و نوشابه و قطعه سوسیس و فلان اینا هی بری حالا برو سطل آشغال پیدا کن بریز تو سطل آشغال و الی آخر. اینه که نظم و ترتیب اونجا اینجوریه. حالا این دوستان ژاپنی اگر توی کشور خودشون رأس بعی هست که توی به اصطلاح ورزشگاه ها خودشون تمیز کنن، اون یک امر جدا هست، این فرهنگ دو کشوره.
هیچ کاری هم به النظافت من الایمان و البی نظافتان به غیر از ایمان نداره. فرهنگ ژاپنیا اینه. اولا میدونید معروفه، میگن ژاپنیا خیلی تو سری خور هستن، هر چی شما تو سرش هم بزنی سرش پایین میکنه، ادای احترام میکنه، فلان بیسار اینا. ولی فرهنگی که دارن دیدید که مثلا اون برنامه جلو آمریکا وایسادنشون و اینها هم با وجودی که اشتباه میکردن همراه هیتلر بودن، ولی اونجوری هم موقعش وای میسن. یا مثلا فرهنگشونه که اگر یک سامورایی یک خطایی میکرد احتیاج نبود کلانتر بره پیداش کنه، مادر نمیدونم فلانی هم بیاد اینو اعدام کنه، خودش مینشست وسط میدون خیلی با شهامت با شجاعت با شمشیر خودشو میکشت. اون این ما دیگه میخوایم خیلی یه جهان کامل داشته باشه. اگه بخوایم جهان کامل داشته باشی، دنیای کامل داشته باشی، میشیم پرفکشنیست. آدم های پرفکشنیست یعنی این خودکارار. خود منم متاسفانه یکم اینجوری هم خودکارار، اینجا که میذارم باید این صاف باشه، این چراغ قوه که میذارم باید صاف باشه، این ماوس وقتی میخوام برم بیرون باید اینجوری باشه، این کیبورد باید اینجوری باشه، و هیچ وقت راضی نیستیم چون همیشه فکر میکنیم یه چیز بهتر از این هست. یعنی ما همه چیزو میخوایم پرفکت. پرفکت یعنی عالی. آقا پرفکت نیست، زندگی تو بکن خوبه دیگه. در اصل شما هم ناراحت این نباش و سرتو به دیوار نزن. ما شما رو احتیاج داریم که برامون این صحبتای عقل بشر رو به اصطلاح ادامه بدید. و شنیدم تا برنامه 33 34 رو ایشون رفته. و اما من اون خبری که بهتون گفتم راجع به میانمار یا برمه این بود دوستان. نگاه کنید این خانومه الان عکسش اینجا هست، همتون یادتون میاد که ایشون فکر کنم 7 سال چقدر زندان بود، بعد همه دنیا فعالیت کردن و از زندان که آمد با دست گل و فلان اینها، ولی الان خودش شده مثل اون دیکتاتورا. اینجا نوشته که آنگ سان سوچی سکوت خود درباره مسلمانهای روهینگیا را شکست. رادیو زمانه نوشته یا گفته آنگ سان سوچی رهبر میانمار و برنده جایزه نوبل صلح نوبل پس از حدود 2 هفته سکوت درباره نقض حقوق مسلمانهای روهینگیا واکنش نشان داد. او تروریست ها را به دلیل انتشار کوه یخی از اطلاعات غلط محکوم کرد. به گزارش رویترز آنگ سان سوچی روز چهارشنبه 6 سپتامبر یعنی امروز 15 شهریور در صفحه فیسبوک خود هیچ اشاره‌ای به خروج نزدیک به 125 هزار نفر از مسلمان‌های روهینگیا از میانمار و پناه بردن آنها به بنگلادش نکرد. بر اساس آمار سازمان ملل از حدود 2 هفته پیش تا کنون نزدیک به 125 هزار مسلمان به بنگلادش پناه بردن تا از عملیات نیروهای امنیتی میانمار در امان باشد. حالا اون خانمه چی میگه؟ اون خانمه میگه بابا این مسلمان ها بودن اول حمله کردن و خبرها دروغ پخش میشه. حالا کی میتونه خبر صحیح رو بیاره؟ هیچ کس. چون تو هر کشوری یه نوع سانسور خاصی دارن که خبرهای درست منتشر نشه. به خاطر همین هست که یه سری خبر هست، مثلا یه وبسایتی هست به نام therealnews.com، یا توی برنامه ایرانی دیدم خبرهایی که دیگران به شما نمیگویند، وبسایت‌های اینجوری هی باید برید اونجا و اینور اونور پیداش کنید. اینم از این. و اما اون وبسایتی که راجع به خبرهای همین ماجرای snow removal contractor arrest for bribe، bribe یعنی باج دادن و زیر میزی به یکی پول، نه باج دادن میشه extortion که یک کسی به زور ازت میگیره، bribe چیزی که طرف نمیتونه به زور از تو بگیره ولی تو به خاطر که کارت انجام بشه چیز میکنی. توی ایرانی چی بهش میگی؟ پول چایی. بله، اسامی رو نوشته و یکی از اونها که 30 ساله هم هست، این دوستمون هست که اسمش رو نمیگیم، و ایشون خیلی توی مجاهدین فعال بود. یادم یه ویدیوی خوبی روی یوتیوب داشت راجع به سخنرانیش در ژنو. و اینه دوستان که من میگم ببین اگه کسی میخواد بره ایران رو نجات بده
دیگه تو این کشوری که به شما پناه داده، تو این کشوری که اسمتون تو تروریست بوده آمدید بیرون، که حالا دیگه نباید لنگر عقب بندازی بری برایب بدی، بگید دیگه این برایب چی میشه، برایب بدی ما جاب مثلا چند میلیون دلاری رو دو برابر پول بگیری. از کی میگیری؟ از مالیات مردم. بعد با کی طرف میشی؟ با دادستان مردم. دادستان یعنی چی؟ دادستان یعنی وکیل من و شما. در صورت خدا رحمش کنه، میتونید به این صورت بزنید، تایپ کنید بنویسید V. official and snow removal contractors arrested for bribe scam. این official یعنی اونایی که دست اندر کار قرارداد دادن اینا هستن، snow removal یعنی اینایی که برفا رو پارو میکنن و اینها. توی خیابونا دیدین کامیونای بزرگ، لابد کالیفرنیا یا همچین چیزی ندارن، یا شما هم دارید برف، ما خبر نداریم. اینم از این ماجرا. بریم ببینیم باز برای شما چی گذاشتیم تا دقایقی، تا 10 دقیقه دیگه که بریم سراغ دوستمون و براتون پیام پخش کنیم. یه سری هم از این اوکی و اینها میاد، من برای دوستان معمولا می‌نویسم که امیدوارم این بیلاخ ایرانی نباشه و گود لاک و اوکی خارجی ها باشه. و تو فیسبوک من نمیفهمم اینا رو مثلا یه نفر که میفرسته یکی میاد، یا یه نفر میتونه 100 تاشو بفرسته. در صورت ممنون و متشکرم، امیدوارم بیلاخ ایرانی نباشه. و اما WTOP نیوز هم باز راجع به این خبر گفته بود که ویدا سوپروایزرز، سوپروایزر یک کمی از کارمندای دیگه بالاتره، و accused of accepting bribe to award snow removal contract. میگه که سوپروایزر ویدا accused یعنی متهم شده فعلا تا این. و اما دوستان باز برگردیم به برمه، میگه گروه مسلمان برمه نابود شدن. در فیلم سوزاندن زنده زنده یک مسلمان نشان داده میشود، کسی در اخبار چیزی نمیگوید. نخست وزیر برما خانم برمه، خانم سان سوچی که هنگام مخالفت با ارتشیان خانه نشین بود و به علت مقاومت مسالمت آمیز جایزه صلح نوبل به او دادند، فقط امروز در برابر انتقاد سازمان ملل این اخبار را خارج از وضع حقیقیش خوانده. اصل سیاستمداری پلید بودن است. من این فیلم رو نگاه کردم، به شما نشون نمیدم چون واقعا میگم قلبم درد گرفت. یک آدمی رو کردن توی لاستیک کامیون، دورش چی میریزن؟ آتیشش زدن. و فکر کنم اینه که داره بازم اون موقع داره ذکر خدا رو میخونه و الله اکبر میگه و اینها. و جالب اینه که اون دوربریاش میان با چوب این پارچه و اینا رو میارن نزدیکش که این مثلا سوخت کم نیاره. در صورت که این لاستیکا رو وقتی آتیش میزنن میدونید تا چند ساعت میسوزه و نمیدونید چه حرارتی اونجا ایجاد میشه. نوشتم حیوانم آرزو. واقعا اگه این آدم بودن و این انسانیته، اون بنده خدا گفت از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. آقا من از آدم و انسان ملولم و حیوانم آرزوست. در صورت مرسی که اینو فرستادید، ولی من که نتونستم نگاه کنم. خیلی ممنون. این دوستمون علامت تنکیو یا تشکر فیسبوک الان اینجوریه. این آقای حخا هم همیشه وقتی یک کس تعریفش میکرده اینجوری میکرد. حخا چی شد؟ میاد قرار شده وقتی اومد آمریکا به اصطلاح به من و شما هم سر بزنه. و اما گلف و حمله تمساح، این رو هم همون دوستمون فرستاد که باعث شد یک کمی باز با هم صحبت کنیم. اینم باز نشون میده که ما بعضی وقتا یه چیزایی رو که میبینیم یه دفعه تحت تاثیر قرار میگیریم. من هفته قبل رفته بودم گرینبرو مریلند، وقتی داشتم برمیگشتم ساعت 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر این خط بلتوی یا جاده کمربندی اینجا 4 تا خط این وره 4 تا خط اون وره، و همون موقع نگاه کردم دیدم یک آهویی که نسبتاً هم یعنی بزرگ نبود، بچه هم نبود، چی میگن تینیجر بود، یه آهویی آمده بود 4 تا خط رو رد کرده بود. حالا بین دیوار ما با دیوار اون طرفیا، مثلا ما داریم میایم میریم
جنوب اونا دارن میرن شمال، کانکریت سیمانه، ولی تو این هوای ویرجینیا چون مرطوبه از وسط سیمانم سبزی میاد بیرون و این بسته زبون یا زبون بسته همه این سبزیای دور جاده و جنگلا و اینا رو ول کرده، ماشینا رو اومده رد شده وایستاده اونجا داره چیکار میکنه؟ داره از این میخوره. فهم با خانمم بودیم بهش گفتم این بیچاره هم مثل عیسی بود، میگفتن شام آخر last supper، گفتم اینم شام آخرش داره میخوره، چون امکان نداره این برگرده بره، مردمم بعد از ظهر خسته عصبانی تون میرن، بچه خودشون میخوان با ماشین بزنن و اینو نزنن و نفهمیدم چی شد. ولی همینجا براتون بگم که بعضی وقتا میبینیم یک اردکی افتاده توی یه سوراخی، بچه هاش میخوان از خیابون رد بشن، ماشین رو نگه میدارن. همین نزدیک ما یه شاپینگ سنتریه، اینجا این اردک ها میان چون اونجا پاند آب هست و اینا بچه میکنن. نمیدونید موقعی که این بچه هاشون از تخم میان بیرون، این مردم ماشین هاشون رو نگه میدارن، یکیش میاد پایین، اونهای دیگر رو میپره جلو ماشین به اون اخطار بده که مواظب باش نزدیک ماشین بزنه به خودش. در هر صورت اینجا من براتون اینو میخونم، از شما خواهش میکنم تنبلی رو کنار بذارید یا در حین برنامه یا بعد از برنامه زنگ بزنید، پیام بذارید، نظرتون رو بگید که توی برنامه آینده ما این پیام ها رو پخش کنیم، شما ببینیم نظرتون چیه. اینجا نوشته گلف، این گلف بازی گلفه، و حمله تمساح. مردی که با دوستش در کنار ساحل یک دریاچه مشغول بازی گلف بود مورد حمله یک تمساح واقع شد. حادثه زمانی اتفاق افتاد که توپ گلف این مرد داخل آب دریاچه افتاد. او برای درآوردن توپ گلف وارد دریاچه شده بود که تمساحی گرسنه به او حمله کرد و دست این مرد را پس از قطع کردن از بازو بلعید. اوکی. اینم نشون میده تمساح عکس دست این آقا تو دهنشه و بالاخره داره میره رابط به بلعیدیه. هلیکوپتر میاد تو وقتی آتش نشانان به داد این مرد رسیدن او زخمی بود و یک دست نداشت. آتش نشانان با شکار تمساح موفق شدند دست قطع شده این مرد را از شکم تمساح خارج کرده و برای پیوند آن به مرد زخمی آن را همراه با پیکر نیمه جانش به بیمارستان بفرستند. خب این تمساح مثل من بوده، خوراک رو نمی جویده، همینجوری می بلعیده. همیشه مادرم به من می گفت که بچه دل درد می گیری، خوراک باید بجویی، یا می گفتن نمی دونم قد چند تا یه چیزایی می گفتن چند شماره. خلاص این بلعیده و اینا این تمساح رو که آوردن. البته می دونید بعضی از این حیوانا سیستمشون حال نمی دونم مثل بز و بره باشه که وقتی می خورن بعد میرن میشینن اینو میارن بالا تو دهنشون، دوباره چی بهش میگفتن این کارو که دوباره میجوون و اینها نشخار میکنن. حالا این تمساح و ما رو اینها میدون اینها رو میبلعه، نمیدونم حالا اینا بعدن میارن میخورن فلان. شانس آورد این آقا این تمساح رو که زدن با تیر و اینها، حالا البته بعد معلوم میشه تیر نبوده که به اصطلاح چیز کنن بکشتش، از این تیرایی بوده که بیهوشش کرده، بیهستش کرده. خب این دست آقا رو آوردن بیرون و گذاشتن توی اخدون و بردن و تمساح نیز برای درمان بریدگی شکمش به دامپزشکی مرکزی باغوش فرستاده شد تا دوره بهبودی را طی کند و دوباره به محیط زیستش بازگردانده شود. و چیزی که در این اتفاق واقعا من رو تحت تاثیر قرار داد، این اون کسی که فرستاده و گرفته، که خیلی هم این خطایی که بغلشه هر کدوم نشون میده یه بار یکی فوروارد کرده یکی فرستاده، میگه چیزی که ایشون رو تحت تاثیر قرار داده دست کنده شده این مرد بیچاره نیست، بلکه نهایت ارزش جان آدمی و تلاش برای پیوند دستی که قطع شده و در شکم تمساح شناور در آب است میباشد و زیباتر آن که نکشتن اون حیوان رو برای نجات یک انسان که در پایان به فکر درمان آن نیز بودن. حالا از همه اینا جالبتر یه نفر دیگه که اینو فرستاده برای دوست ما آمده زیرش اضافه کرده درست همانند کشور خودمون،
یکی دیگه هم نوشته واقعا. حالا شما اینو داشته باشی، بله هم من میدونم هم شما میدونید حیوان آزاری اصلا ما باهاش بزرگ شدیم. گربه رو میدیدی سنگ بزن، گنجش رو درخت بروچی. من خودم از مدرسه اومدم یه دوتا گنجش کنار یه دیواری میخواست مثلا سر لونهشون هرچی بود دعوا بود، من یه سنگ زدم یکیش پرید یکیش افتاد، وایستادم گریه کردن که خاله من با این یکی چی کار کنم افتاده. اصلا نمیدونستیم چرا داریم میزنیم ولی میزدیم. من شاهد بودم که بچه های محل ما، حالا دوتا داداش بودن اسمشون هم نمیگه، سگ گربه رو میگرفتن میکردن تو قوطی، این قوطی رو میذاشتن دورش چوب، میرفتیم این موقع دانشسرا و باغ کلانتری و اینا بود، میرفتیم فوتبال، چوب خشک میآوردن میریختن این آتش میزدن اینو. حالا هم آخوندی که بهش گفتن سگ نجسه، شهرداری رو میفرسته سگا رو میکشن. این قسمت هممون میدونیم، ولی این قسمت هم ما میدونیم که همینجا برای یک کبوتری 4 ساعت جاده رو بند میارن، نجاتش میدن، میبرن، میشورن فلان، ولی همینجا بچه نشسته استخدام شده چون خیلی خوب بلد بوده این بازی‌های جنگی با ایکس باکس و اینا انجام بده. از توی لاس وگاس که شما میری قمار میکنی، اون ساختمون بزرگ اونوری این نشسته، هواپیمای 20 سرنشین رو میفرسه عروسی افغانی ها 120 نفر با هم میکشه، کشتی نظامی از اینجا میفرسه خلیج فارس، هواپیمای مسافربری دبی، یه مش کارگر، یه مش چی میگن ساعت 3 شد، یه مش کم درآمد زحمتکش 300 نفر رو میندازه پایین، بعد میگه ما اشتباه کردیم فکر کردیم این هواپیمای جنگی ایرانه. بعد تازه به فرماندهشم به ناخدای اون کشتی دوتا درجه میدم. آخه دوست عزیز، خانم، آقا، هر کی هستی، هم اینو ببین هم اونو ببین. بریم بشنویم این صحبتای دوستمون رو. برنامه مغز انسان یا مغز بشر شماره چند دوستان؟ شماره 18. خب شما هم میتونید مثل ایشون پیامی دارید، برنامه میخواین اجرا کنید، قشنگ با حوصله بفرستید، ما براتون پخش میکنیم. با هم بشینیم چند دقیقه این برنامه رو گوش کنیم. فعلا گوشتون از صدای ناهنجار من راحت باشه. و جالب اینه که این دوستمون اول برنامهش میگه ممنونم که میشینید برنامه سردردآور من رو گوش میدید. بفرمایید. با درودی صمیمانه باری دیگر گفتار سردرد آوری را تقدیم حضورتان می کنم. انسان نمی تواند از محیط و آنچه که در خردسالی به او فرا داده اند بگریزد. از این رو هر ملتی در دید و معالجه مسائل از روش فرا گرفته در محیط خود پیرو است. با کوته نظری و نندیشیدن هر فرد و گروه تصور برتری و کامل بودن می کند. یکی از فرقهای اساسی میان اصول مشرق و مغرب زمین طرز اندیشه آنان است. این اندیشه در غرب عملی و در شرق تا اندازه زیادی خیالی است. این واقعیت را در داستانهای سنتی میتوان یافت که در شرق اغلب خیالی و به نیروهای غیبی نسبت داده شده. در غرب داستانها بیشتر با واقعیت مربوط و جنبه عملی دارند. در اینجا به داستان روبنسون کروزو نوشته دانیل دیووی که در سال 1719 نوشته می اشارم. روبنسون کروزو قهرمان داستان بعد از درهم شکستن کشتیش به تنهایی در جزیره سر در می آورد. در آنجا یک بومی را یافته و نامش را فرایده یعنی جمعه می نامد که روز ملاقاتشان بود. طی مراحلی مختلف همه چیز به او یاد می دهد. در این داستان مؤلف ضروری بودن آموزش را به ما می فهماند. آن شخص بومی پرورش یافته در جزیره دور چیزی نمی دانست و این آقای کروزو بود که همه چیز به او یاد داد. در برابر آن ما یک رساله از ابو علی سینا داریم که شهاب الدین سهروردی آن را داستان ساخت و ابن توفیل دانشمند عرب اندلس به نگارشش درآورد. نام داستان به عربی حی ابن یقظان است با تایپ نام قهرمان داستان یعنی حی ابن یقظان، زاد در اینجا ت دسته دار است. در صفحه های اینترنت میتوان شرح و تفسیر بسیاری ها. در این داستان یک کودک توسط مادر و پدر به دریا انداخته می شود و سر از جزیره در می آورد نزدیک هندوستان. چرا هندوستان؟ برای اینکه مغز مردم آن زمان دورتر از آن را نمی شناخت و خارج شدن از محیط دانایی برای عقل انسان غیر ممکن است. آهوی در آنجا کودک را شیر داده و زنده می ماند.
وقتی حی ابن یقظان که معنی نامش زنده پدر پسر بیدار است، به تنهایی و بدون تماس با انسانی دیگر بزرگ می شود، از تمام علوم و دانش و معرفت های زمان خود اطلاع دارد. جامعه شناسان ساخت این شخصیت را نشان عدم توجه به ضرورت فراگیری و اهمیت دانش در اجتماع شرقی تفسیر کردند. اغلب ادعای خودفهم بودن دارند و همه چیز را خودرو و نازل شده از غیب تصور می کنند. فیلسوفان تفسیر دیگری ارائه می دهند. آنان می گویند ابن سینا این رساله را در زندان نوشت. با داستان نمودنش همه مؤلفین از اهمیت دانش اطلاع داشتند. اما به علت و اوضاع زمان خیش که با زمان ما تفاوتی ندارد، نمی توانستند ایده های خود را مستقیم و بی پروا ارائه کنند. آنان از عکس العمل عموم که هر ایده نوینی را مخالف عقیده می داند به خیال بافی پرداختند. این مؤلفان در آغاز بعد از صلوات بر محمد و حمد و ثنا بر پادشاه زمان مقاله و داستانشان را نوشتند تا با جلب طرفداریش از گزند حکمران و مردم در امان باشند. همانطور که می بینید گذشت زمان چندان فرقی در رفتار ما با اندیشمندانمان ایجاد نکرده. بنابر رأی همین مفسرین، در جهت ترقی دانش و قدرت‌های مغز که انسان با معیارهای اجتماعی و اقتصادی محدودش ساخته، این نویسندگان مبتکر خیال بافی کرده‌اند که نشان دهند انسان می‌تواند بدون مرز و بی‌نهایت دانش بیاموزد. موافقت یا مخالفت با این تفسیر در این گفتار مورد بحث ما نیست. آنچه ما در آن غوطه‌ور خواهیم شد همین خیال بافی شرقی است. تمام دین‌های آسمانی از سرزمین‌های ما سربلند کرده‌اند. با در نظر گرفتن این واقعیت این سوال پیش می‌آید: آیا علت پیدایش دین‌های آسمانی به علت ظلم و ستم و ترس از حکمران با توسل به نیروهای غیبی بوده و یا عکس العملی طبیعی علیه رفتار حکمرانان روان انسان را به سوی این نیروها رانده؟ پاسخ به این سوال بسیار گسترده است و در این گفتارهای کوتاه نمیتوان بحث کرد و یا انتظار نتیجه گیری داشت. در برابر مشرق زمین عقیده های یونانیان و رومیان و چینیان قابل لمس بود. برای هر مسئله خدایی داشتند و او را در شکل مجسمه‌ای ورد زبان و درون مغز مردم می‌کردند. هنگامی که به علت سلطه طلبی قیصر روم به مسیحیت رو آورد، نمایش دین را به مجسمه و عکس مانند خدایان سابق مبدل کردند و آن را شبیه پادشاه زمان ساختند. در کلیساها مریم را با قیافه زن غربی و فرزندش را با چشمان آبی و موهای بور و پوست سفید به مردم معرفی نمودند. این ظاهر عیسی و مادرش مریم مخالف حقیقت یافته از پژوهش درباره این دو شخصیت است. با این حال عقیده‌مندان آماده تغییر رأی نیستند. اردک یک پا داره و مسیح و مادرش غربی غربی بودند. این دو حالت مختلف در ایمان به دین آسمانی و عقیده‌ای که در مجسمه تشخیص و تصور می‌شود، در شخصیت انسان شرقی و غربی تأثیر گذارده و در زمینه شخصی و همچنین عمومی تفاوت نهاده و فرقی بسیار کاشته. انسان شرقی عموماً بدون بررسی دست به کار می‌زند و در خیال خود نیروی غیبی را در کنار خیش می‌بیند و می‌تصورد که به او کمک کرده و از مشکل‌ها می‌رهاندش. این واقعیت در کشورهایی که به علت ثروت نفت به شهرنشینی و تمدن مدرن به طور سریع دست یافتند بسیار روشن است. آنان برای اقدام به هر کاری از عبارت انشاءالله استفاده می کنند که معنیش این است: اگر خدا خواست. از جنبه دینی استفاده از این کلمه ثواب و خوشبینی شمرده می شود. مسئولین حتی برای چپاول، حرامگرایی و کاری که مایل به انجامش نیستند از این عبارت استفاده می کنند. اما عملاً همه انتظار دارند کسی دیگر، شاید از آسمان یا از زیر زمین آمده و آن کار را برایشان انجام دهد. خودشان حرکتی نکرده و اقدامی هم نمی کنند. به برنامه ریزی عقیده ندارند و وقتی موفق نشدند شکستشان را بران نیروی غریبی تحمیل کرده که با مصلحت شناسی حتما خواهان انجامش نبوده. آنگاه و جهت آرامش روانی می گویند ما راضی هستیم به رضای خودت. شرقی هایی که به غرب مهاجرت کرده اند هنوز نتوانستند از التماس به نیروی غیبی بگریزند. واقعیت مغزی و فکری محدود خود را درک نمی نمایند.
تصور میکنند با یک عبارت و یا نوشته و یا تکرار یک نیایش مسائل حل میشوند. خیال بافی بخشی از شعور درونیشان شده. به مثال های بسیاری از این ربطان میتوان اشاره و دربارش بحث ها کرد. در این گفتار به موضوعی که در تلویزیون مردم بارها از آن سخن به میان آمده سخن خواهم گفت. ایرانیان بسیاری در مغز خارج از قدرتشان تصور میکنند که با طرح یک قانون اساسی برای ایران کشورشان را از تمام مشکلها نجات داده و به رستگاری میرسانند. مگر ما قبلا قانون اساسی نداشتیم؟ چه عواملی سبب عدم اجرایش شد؟ مگر جمهوری اسلامی بعد از جلسه های بسیار مجلس مؤسسان قانون اساسی وضع نکرد؟ آیا همه مواد این قانون را اجرا میکنند؟ کجا در این قانون نوشته شده فساد و دزدی مسئولین جایز است؟ در کدام قسمتش آمده بی عدالتی و ظلم خوب است؟ یا می شود میان مردم تبعیض کرده و قانون را بنا به میل حکمران اجرا نمود؟ اگر متن قانون نجات دهنده بود که می باید ما در خوشبختی می لولیدیم. تغییر قانون اساسی در کشورهای عقب افتاده مانند تغییر لباسهای داخلی در فصل تابستان شده. هر کس که بر سر کار آمد آن را بنا بر میل خود تغییر میدهد و با یک رفراندوم بره‌ها گردن زیر چاقوی چوپان نهاده و بهوار بله میگویند. تصور اینکه یک مرد و یا تغییر شخص و یا رفتن این رژیم و آمدن دیگری ما را بهتر میکند یک اندیشه خام و تراوش بیفکری و بی‌تجربگی است. پیروان این ایده در خواب و خیال به سر میبرند. قبل از گول زدن ما آنان خودشان را فریب دادند. برای هر هدفی باید برنامه‌ای کامل و همه جانبه طرح کرد. با تهیه یک قانون اساسی نباید کشور ساختن را انتظار داشت و یا اجرای اصول مردمداری را در مغز ناتوان تصور نمود. این شخصیت ها که به دنبال قانون اساسی رفته و آن را مرام به هدف خود قرار دادند در خواب و خیال عمرشان را ضایع کرده و از واقعیت های عملی و اجباری و اجرا شده اصول اقتصادی و اجتماعی بسیار دورند. گویی بر کره‌ای بجز زمین به سر میبرند. آنان که راست و یا دروغ عقیده دارند پارسیان اولین قانون اساسی را در دنیا نوشتهاند بیایند و برای ما شرح دهند در همان زمان آیا عدالت و انصاف اجرا میشد یا مردم خوشبخت بودند. برای اینکه ما یک متن قانون اساسی ناب داشتیم باید شب و روز برقصیم و پوز دهیم یا آن را موجب موفقیت و خوشبختی خود و ملت بشماریم؟ این فعالیت ها وقت ضایع کردن است، عملا نتیجه ای نخواهد داد. اگر همزمان به چرخد و مدعیان سناتور بودن خیالباف امروز مقیم در غربت بر سر کارایند با پیروی از همان منطق پیشینیان و کنونیان خود را برتر از دیگران تصور کرده و با پیروی از اصول دینی و اجتماعی که در مغزشان انباشته شده همان بلاها را بر سر مردم می آورند و خود را حقدار می شمارند، بعد هم به جان یک دیگر افتاده و ثابت می کنند که انقلاب فرزندان خیش را جویده و می بلد. تصور فرعون و پیامبر و شاه و آیت الله و رهبر بودن در روانشان دمیده و به خود اجازه می دهند فعالیتشان را برای انجام هر گونه جور و ظلم بر ملت درست و صحیح و طبق همان قانون اساسی ساخت خیش بدانند. همه ای کتاب های مقدس آسمانی و نوشته آفریدگار که مانند قانون اساسی بر بندگان تحمیل شده اند و طی قرنها موجب ترس از آخرت حکمرانان و مردم و وسیله سوگند خوردن به درستی و وفاداری بودند بر روانها مسلط و اوضاع را ساختند. این کتابها هرگز نتوانستند محیطی آدمی برای انسان بسازند. در همه جا و همه دوران ظلم و ستم غوغا کرده و می کند. چه امیدی به بهتر شدن وضع انسانی می توان با یک قانون اساسی نوشته انسان ناتوان از تسلط بر مغز خیش را انتظار داشت؟ از خود بپرسید آیا با شنیدن و یا خواندن چند عبارت و متن نوشته شده باید فریب خوردگیمان تکرار شود؟ آیا می باید در چنگ حکمران جدید افتاده و در همان دیگ باز آش بدبختی و بردگی دستپختشان را به حلقمان فرو کنند؟ تا انگامی که انسان نتوانسته مغزش را در اختیار داشته باشد این توتله افتادن تجدید می شود. همه مسائل اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و معیارهای متعلق به آن امکان درک و انتخاب صحیح را در انسان از بین برده. اصول و اوضاع مغز را در اختیار گرفته و عقل را از قدرت بشر خارج کرده اند. باید آدم شد.
و درک کرد مغز پر شده با اصولی دیگر نمیتواند صاحبش را به راه درست ببرد. بدانید که هیچ مرام و هیچ شخص و یا گروهی نمیتوانند انسان را از ذاتی که در آن گیر کرده نجات دهند. همشان هوای معطر به فریب به خورد خود و دیگران میدهند. متاسفانه افرادی با ادعای فهم و شعور و تحصیل پیدا می شوند که گول چند کلمه یا عبارت را خورده و در چنگال اصلاح کنندگان قانون اساسی امروز و دشقیمان فردا می افتند. این مدعیان نیکخواهی و تظاهر به خوبی امروز دیکتاتورهای آینده هستند. امروز که بر سر کار نیستن قدرت جوابگویی ندارن و اگر کسی با آنان مخالفت کرد به وزوز کردن و ارعر گفتن متهم می شود. هنوز به قدرت نرسیده تحمل شنیدن یک جمله مخالف و اعتراض کمی را ندارن. حال که توان شنیدن سخن مخالف را ندارن فقط سکوت، توهین و بدگویی و یا فرار می کنن. مطمئن باشید فردا و با رسیدن به مسند قدرت برای من چوب دار می سازن. به جای فریب خوردن از گفتارشان و دنبال روی از آنان کارها و رفتارشان را جویا شوید. بررسی کنید چه عمل سودمندی انجام دادن، چقدر برای انسان عموماً و هم میهن خصوصاً مفید بودن، از ساختن و بهسازی چه اطلاع و تجربه عملی دارن، چقدر به وعده های خصوصیشان متعهد و وفادار هستند. تا کی میخواهید به این بی دانشان بی تجربه سواری دهید و زیر ستمشان این عمر کوتاه را در خواب و خیال به سر برید؟ کمی چه کنید تا دوباره به تله نیفتید. جریان انتخاب به اصطلاح دموکراسی کشورهای دیگر را بیاد آورید. چگونه مردم هر چند سال به دنبال یکی افتاده و بره می شوند، بعد از پشیمانی باز هم این اشتباه را می تکرارند. گویی که این انسان مغزی در کله ندارد که به اندیشد و بنابر اعتبارها و دستیابیها درست تصمیم بگیرد. کشورسازی و مردمداری در مقام اول باید اصول انباشته شده در مغز حکمران و بعد مردم را تغییر و دگرگون کند. باید عدالت اجتماعی و قضایی پاک و بیطرف حکم فرما باشد. در این محیط جاری قاضی با انصاف را از کجا میتوان یافت و یا آمادش را از کجا میتوان وارد کرد؟ رأی مخالفین از هر طرف باید محترم شمرده شود، با قبول اینکه عقل انسان کامل نیست و عقل نمیتواند کمبود خود را درک کند. باید رأی های گوناگون و مختلف و ضد و نقیض را اساس قرار داده و گروهی تصمیم گرفت و پس از بررسی همه پیشنهادها صحیح ترین را به اجرا درآورد. این مسائل در قانون اساسی همه کشورها نوشته شده اما به اجرا در نمی آید. علتش را جویا شوید. با بیخردی خود رهبر و دکتاتور می سازیم و بر گردمان سوارشان می کنیم. از خیال بافی دست برداری. دلشادی بیهوده جهت فردای بهتر با پیروی از این بی ارزه و آن فریبکار بس است. با شنیدن چند عبارت عوام فریب گول نخورید. به این بی ارزه ها فرصت سواری گرفتن از خود ندهید. خود فرمانده و رهبر مغز خیش شوید. با دانش و تحصیلش از محدودیت‌های اندیشیدن و معیارهای جاری خارج شوید. کمبود مغزی را شناخته و با باز کردن فکر و بحث و پژوهش تصمیم گیرید. بیایید این عصر را شعار دهیم. نمی‌خواهیم با شنیدن و یا خواندن چند عبارت مردم پسند در چنگال سلطه‌جویان خیال فروش امروز و دکتاتورها و شکنجه‌گران و جلادان و دزدان فردا بیفتیم. بیندیشید و از خود بپرسید چرا انسان اینقدر نافهم است که از اشتباه‌های گذشته و حاضر خود درس و عبرتی نمی آموزد. حالتان در تمام شب و روز تندرست و شاد و مغزتان مشغول اندیشیدن باد. بسیار ممنونم از ایشون که من خوشحال شدم که تنها من نیستم که وقتی آقای چمنارا یا دیگران این برنامه را اجرا می‌کنند به اینها میگم آقا خانم اینها فایده نداره. اگه فایده داشت بعد از 39 سال شما باید میگفتین از نقطه A رسیدیم به نقطه B. دوستانی که با این دوستون آشنا نیستن و فکر میکنن مثلا ایشون وقتی میگه اشاره میکنم به جای میگه به جاش میگه می اشارم یا میگه تکرار میکنن میگه می تکرارن یا میگه تصور میکنن میگه می تصورن، از خودتون سوال کنید. ایشون چند تا زبان رو کامل میدونه و تا اونجایی که من باش آشنا هستم فارسیشون از من و شما خیلی بهتره.
چون اگه شما خواستید ایراد بگیرید که چرا ایشون میگه می اشارم، شما از فردا دیگه نباید بگید می خواهم، نباید بگید می روم، باید بگید خواهش میکنم، رفتن میکنم. یا در هر صورت اینا رو گفتم برای که اگه آشنا نیستید، چون ما قرارون بر این نیست که همه هر به همه برنامه من رو دیده باشن. ممنونم از اون دوستی که گفت آقا اون کلمه‌ای که راجع به آهنگری گفتی جملهش اینه که پسره وقتی میره بعد برمیگرد به مادرش میگه من آهنگر شدم، میگه چطوری؟ کاری نداره که این یه تیکه آهنه، پهنش کنی بیله، گردش کنی میله، و این هم شد آهنگری، ولی به این سادگی نیست. باز از این دوستمون ممنونم که راجع به قیافه عیسی و مریم درست میگن کاملا. اصلا توی اون منطقه، توی اون گرما همچین آدم سفید موبلاندی نبوده، همچین بچه چشم آبی از حضرت مریم دنیا نیومده. ولی یادمون باشه که همین ماجرا رو برای حضرت علی هم دارن. حضرت علی یه آدمی از من زشتر، چاغلوتر، پشمالوتر گذاشتن زیر ابروش، هم اینجوری برداشته، همچی با نازم نگاهی تو دوربین میکنه. عکساش رو دیده بودید تو بازار که ما الحمدلله تو خونمون از چیزا نداشتیم. یعنی بابای من اصلا مذهبی نبود، چون متنفر بود از این آخوندا، به دلیل اینکه شوهر خالش که ملای مکتب بوده باعث شده بود که این از درس و مکتب و اینها بیزار بشه و فراری بشه، و همیشه میگفت دلیلی که من به اصطلاح موفق نشدم این آخونده هستم. در هر صورت ولی عکس‌ها رو دیده بودیم، و اگه اشتباه نکنم تو ایران عکس حضرت محمد هم بود. من تو بازار که رد میشدم میدیدم عکس حضرت محمد و عکس حضرت علی. بعدن فهمیدیم که توی اسلام گفتن که عکس و اینها نباشه، و اتفاقا یک جوکی چند روز پیش درست کرده بودن که میگفتن بابا این مجسمه سازی بی خود نبود، اسلام گفته بود درست نیست. دلیلش اینه که بفرما مجسمه لینکلن رو درست میکنی اونا شکایت میکنن، مجسمه اون یکی رو درست میکنی اینا شکایت میکنن. در هر صورت این چیزی هست که بهش رسیدیم تا حالا و نمیدونیم چه باید کرد. امیدوارم آقای چمنارا برنامه این دوستمون رو ببینه و نظرش رو در مورد این بگه. آقا اگر با یک قانون اساسی نوشتن مملکتی درست میشد، لایبریا، برید شما این لایبریا اصلا از اسمش رو اینها نگاه کنید، میخواستن کپی آمریکا بزنن، ببینید به چه وضع فجیعی هست. قانون اساسیش هم فکر کنم همین قانون اساسی رو دادن به کپی ماشین کپی کردن. و یک قانون اساسی و این مغز خارج از کنترل. باز ممنونم که این دوستمون هشدار میده به دیگران که اینایی که امروز حرف خوب میزنن و فردا چون به قدرت میرسن آن کار دیگر میکنن، مواظب باشین. و آقای فرهمند کلایه، اگر کسی امروز به شما نمیپیونده دلیلش اینه، هر کسی که دیروز خوب بود فرداش رفت به یه قدرتی که رسید بد شد، مردم میگن دیگه حالا همین که بد شده دیگه از این بدتر نمیشه. یعنی امیدشون اینه که این بد دیگه بدتر نشه. شما خیلی کارتون مشکل تر از خمینیه. اون آمد گفت همه با هم، بعدم گفت من که نمیخوام کاری بشم. اقلا دروغ گفتنش خوب بود. حالا یه مقدار به شما اعتبار بدیم، شما دروغگوهای خوبی هم نیستی. مثلا بذارید من اصلا صفحه ایشون رو نشون بدم. ببینید وقتی آدم میخونه یا نگاه میکنه میبینه خب چرا اینا اینجوری مینویسن، خودشون که دارن میگن اینجا مینویسه ما کشوری میخواهیم اینجوری اونجوری. بعد میگم چجوری؟ میگه البته دولت‌های بزرگ اگه کاری نکنن، دخالت نکنن، ما بدبختیم، ما بیچاره هستیم. بذار من اینو بهتون نشون بدم. ببینید شما با من بیاین بریم به این صفحه دوستمون آقای فرهمند محمود کلایه، مهمون برنامه ما هم بودن چند هفته پیش، و ببینیم شما هم مثل من خیلی آخون نقطه‌ای، ملا نقطه‌ای شدید یا چی؟ ببینید ایشون آدم بسیار موفقیه تو بیزینس، اینجا معروفه اصلا تو پنسیلوانیا و اینها، و من یکی دو بار این برمور دیدم. هر وقت تو این جلسات مثلا مشکل پولی، خرج هتل، خرج نهار بوده، ایشون فوری گفته اون قسمتش رو من میدم. ولی بیاین ببینیم ما یه چیزی که پست میکنیم، این کلمه پست بهتون گفتم دوستان، نصب میکنیم روی صفحمون، یه کاغذی رو که در خونمون میزنیم، یه پرچمی رو که میزنیم،
ببینیم اگه یکی اومد پرسید آقا این پرچم چیه، مثل دوستان کرد بتونیم قشنگ توضیح بدیم آقا این خورشید نیروی توانایی، اون یکی کتاب دانش، اون یکی این، همینجوری توضیحاتش بتونیم بدیم. نه یه شیری اونجاست، این شیر چیه؟ نمیدونم آقا این شیر حضرت عباس. این شمشیر چیه؟ والا این شمشیر اول مال کوروش بود، صاف بود، بعد عربی شد، کت شد، نمیدونیم. حالا میایم اینجا آقا هم میهن بیا با هم باشیم، درک ما از اپوزیسیون، مخالفت با فقر، تبعیض، اختناق، سرکوب، گرسنگی، خشونت، اعدام و همه آنچه امروز مایه درماندگی و سرفگندگی شده همراه با تلاش برای ایجاد بدیل است. خب من از ایشون پرسیدم این بدیلی که شما میگی چیه؟ تا حالا نتونسته توضیح بده. کیه؟ سابقهش چیه؟ آقای رضا پهلویه؟ آمد جلو مثل پسر رابرت لی بگه که پدر من دیکتاتور بود، ظلم کرد، این پولاره که گرفت حقوقش انقدر نبود، بفرمای مردم من به شما میدم؟ نکرد، نتونست مردم رو جلب کنه. من برای ایشون اینو نوشتم دوستان، ببینید قشنگ نوشتارم نشون میدم، چون من هر چی میگم و هر چی مینویسم همینه، نه پشت اسم کسی قایم شدم، نه پشت اسم شیر خورشید قایم شدم، نه با یه اسم دیگه ای مینویسم. طرف به نام فهمین آمده میگه که بعد از سالها ملاها من را شناختن. آقا چه فرقی میکرد اون موقعی که نشناخته بودنه با حالا که شناختنه؟ خودتو بازی میدی و فکر کردی هر کسی یه اسمی برای به عنوان تخلیص انتخاب کنه این نویسنده بزرگی میشه. اوکی، میام سراغ این صفحه. من نشتم دوست گرامی، مردم ایران یک بار گول خمینی را خوردن که میگفت همه با هم مارگزیده از ریسمان سفید سیاه میترسه. شما قلم و کاغذ بردار و از بنویس اسامی دوستانی که با شما همراه و هم فکر هستن. شعار دادن آسان است، 39 سال هست همه نشان دادیم که مرد عمل نبوده و نیستیم. همه هدفهای زیبا، شعارهای دهان پر کن، بدون برنامه، بدون رهبر، بدون پول خرج کردن، 100 سال دیگر هم همین آش و همین کاسه. حالا بیان ببینید چی نوشته های فرهمند زیرش. نوشته fair enough. این کلمه fair enough یعنی آقا دیگه درست گفتی، دهن منه بس، منطقیه، جواب خوبی هم بود. خب حالا شما برو دنبالش دیگه، از امروز از این شعارا نذار. ببینید چیه، علی ترابی هم اومد. علی امروز من اون ویدیوی شما رو نشون دادم راجع به مسلمان‌های چینی، از شما ممنون و متشکرم. و اون روز من تو صحبتام می‌خواستم بگم که این علی آقا ما یه نصیحت برادرانه بهش کردیم، ممنونم که قبول کرد. بهش گفتم که همونجوری که تو خرید خونه میگن لوکیشن لوکیشن لوکیشن، یعنی محل محل محل، این خوب باشه. توی مهاجرت من و شما باید یادمون باشه زبان زبان زبان، چون تا زبانشون یاد بگیریم اینها فکر میکنن ما از خودشون هستیم و با خودشون هستیم. و ایشون هم رفته و کلاس رو داره مینویسه، امیدوارم موفق باشه. روزی 1-2 ساعتم خودت رو محدود کن که آقا من برنامه سوربی که کاکامه نه، شیرازی هم نه، خدا هم بیاد فارسی حرف بزنه من نمیخوام گوش کنم، میرم به خدای انگلیسی گوش میکنم. بشین برنامه های انگلیسی گوش کن، فیلم های انگلیسی ببین. و این فیلم هایی هست که وسط روز نشون میدن برای آدم های بیکار، این خیلی خوبه برای انگلیسی یاد گرفتن، چون شما میبینید مثلا میگی من این لیوان رو بردارم حالا میخوام آب بخورم، همشون هم یواش، مثل که شیرازی هم. در صورت امیدوارم موفق بشه. این از این. و اما صحبت از این شعار دادن و آسون فصلا، ایشون تو شعارها نوشته بود فقر اینجور اونجور. دوستمون خانم شایسته الهامی یک مقاله ای رو روز اول سپتامبر توی این نشریه کانادایی نوشتن، من چون نبودم و برنامه نداشتم، یعنی بعدش دیگه دوم سوم که میشه چندم نبودم اینجا، اول برنامه داشتم با آقای چمنارا بودم، ولی دوشنبه که چهارم بود نبودم، امروز که ششم با شما هستم. اینو براتون میخونم. اون دوستی که عکس میفرسته دست قطع میکنن میبرن وصل میکنن، دست قطع شده توسط تمساح رو، تفاوت این تمساح با سوسمار چیه، نهنگ چیه؟ درست ببینید
اگر یه کسی به شما بگه توی کانادا بچه های فقیری هستن که الان که میخواد مدرسه باز بشه احتیاج به کمک دارن، شما چی میگی؟ میگی گفتم این سوربی مزدور آخونده هستا. ببین میگی تو کانادا کسی میخواد بره اینا براتون بیارم این خبر و این مطلب با عنوان بیایید ریشه درد را پیدا کنید. و شما تا ریشه درد را پیدا نکنید، من چون رشته برق بودم میدونم، اون روزم با آقای اولا من با آقای چمن آرام گفتم من توی برنامه بعد از شما گله میکنم، چون این کاری که شما کردید این مصاحبه و گفت و شنود نبود. این من نشستم اینجا، اتفاقا اگر من به عنوان اپریتور یا کسی که کمک میکنه نشسته بودم، میکروفون میدادم به شما، میرفتم کارم میکردم، خیلی خوب بود، چون شما هرچی میگفتی من نبودم اینجا. ولی وقتی شما این چیزها رو میگی، دوستان به من میگن آقا چرا خفه شدی، چقدر پولت داده که این چیزها رو بهت میگه ساکت شدی. اولا قرار نبود آقای چمنارا پولی بده، چون من ایشون رو دعوت کرده بودم، ولی با همه اینها شاید به خاطر اینکه ایشون برنامه رو به صورت مونولاگ یعنی تنهایی به قاضی رفت و تنهایی صحبت کرد و اینها، بعد لطف کرد پول برنامه رو داد که من گفتم آقا شما مهمون بودی، ولی ما هیچ وقت حمایت رو پس نمیزنیم. مثل این میمونه که شما به من زنگ بزنی سر به من دارم میام خونه چی بگیرم، آبجو و نون، میگن نه آقا همه چی هست، شما تشریف بیار، تشریف میاری، وقتی میخوای بری سوار ماشین میشی میری. من میگم یه گلدونی گذاشتی اینجا تو باغچه، کارتی هم روشه، دیدم این گلدونه مثلا برای باغچه شما قشنگ، خب تشکر میکنم، دیگه دنبالت نمیدونم بیام گلدونه رو پس بدم. در هر صورت این مطلب با عنوان بیایید ریشه درد را پیدا کنیم، حالا آقای چمنارا اگه خواست یه دفعه دیگه، ولی کاری میکنیم که یه نفر بیاد بشه به اصطلاح داور، نه چی میگن مادریتور، چی میگن اینا که زمان نگه میدارن، یا مثلا در هر صورت میدونید دیگه، مثلا میگن 2 دقیقه شما صحبت کن 2 دقیقه اون. سوربی جان تا یکی عمل نکنیم سوربی جان تا بگی عمل کنیم ملت در میرن. من از اول برنامه بودم ممنون از شما. شما آقای سوربی مهندس بودی، آقای چمنارا برنامه گذار. این شو یکی نوشته زری تناز تنازی، نه آقای آقای چمنارا مهندس رشته برق، خیلی هم از من بیشتر تو برق میدونه. من با وجودی که درس میدادم 40 سال پیش تو همون حد مونده بودم، ولی ایشون با زمان اومده بود جلو که تونسته بره کارخونه بسازه که از سوزاندن آشغال ها برق تولید کنن. و حالا فعلا اینجا سر مدرک و اینها دعوا نمی کنیم. در هر صورت این مطلب با عنوان بیایید ریشه درد را پیدا کنیم، اول سپتامبر در نشریه پیوند چاپ شده است، خانم شایسته الهامی. دوستان این توی کوهنجان شیراز نیستا، توی حلبی آباد تهرون، توی نازی آباد تهرون هم نیست، این توی کاناداست. روز 16 آگست به مناسبت آغاز سال تحصیلی و برگشتن دانش آموزان به مدرسه از طرف مغازه های این، وقتی انگلیسی می نویسن اسم هم فرانسویه من نمیتونم بخونم، در صورت لس پروتیج یا لس پورتاج مگزینز، تعداد 4800 کوله پشتی، به نظر من باید بنوشتید کیفه پشتی، چون کول پشتی برای بار بردن اینها هست. البته فارسی ایشون هم از من خیلی بهتره، فارسی میدونن، فرانسه میدونن، انگلیسی میدونن، ترکی میدونن، فکر کنم همش بهتر از من. این که میگم دنبال این کلمه من میگشتم که بکپک رو من چجوری ترجمه کنم به ایرانی برای کیف مدرسه، کیفای پشتی مدرسه. و حالا دیدم شما اینجا کول پشتی نوشتید، لابد شما بیشتر دیدین اینو به فارسی. 4800 کوله پشتی با لوازم نوشت افزار به ارزش $150 بر هر کدام، $150 به خانواده دانش آموزان بی بضاعت توزیع شد. این کار معمولا در اواخر سال هم به مناسبت ایام نوئل و سال نو با دادن کادو و مواد غذایی در مراکز مختلف انجام می شود. خانم جوانی به نام اورلی کنفاف که عکسش در صفحه 7 روزنامه
روزنامه چاپ شده، نوشتن روزنامه 24 این، بله، گفته که این سال چهارم است که من از این کمک ها استفاده می کنم. من 4 تا بچه دارم که 3 تایشان به مدرسه می روند و برای من فرستادن بچه هایم به مدرسه بدون این کمک مشکل است. در توضیح این خبر خانم شارلوت کاستیلو می نویسد برگشت بچه ها به مدرسه برای خیلی از خانواده ها که امکان خرید تمامی لیست داده شده توسط کادر مدرسه را ندارند باعث ناراحتی فکر است. کار این مرکز باعث گشایش روحی خانواده ها می باشد. این خبر ظاهرا نه تنها اشکالی ندارد بلکه خیلی هم به نظر انسانی است. ولی ما در مورد کشوری صحبت میکنیم که از نظر استانداردهای زندگی جزو 10 کشور اول دنیا محسوب میشود. چرا باید در اول سال تحصیلی یک خانواده جوان با 4 بچه نیاز به این کمک ها داشته باشد؟ هر روز که میگذرد تعداد کسانی که از این کمک ها به عناوین مختلف استفاده میکنند بیشتر میشود. اگر این عمل انسانی کارساز بود که باید وضع بهتر می شد، نه اینکه به تعداد گیرندگان این کمک ها هر سال اضافه شده و سالهای استفاده از آن ادامه داشته باشد. در اینجا باید یادآوری بشود که یک بچه فقط به کوله پشتی و لوازم مدرسه نیاز ندارد. او به مواد غذایی سالم، محیط خانواده پر از آرامش نیاز دارد. مسلماً با شرایط اقتصادی خانواده امکان فراهم کردن چنین محیطی نیست. در صفحه 6 مترو روز 23 اوت در مورد این مسئله نوشته شده بود که بدغذایی علاوه بر مشکلات جسمی باعث می شود که از نظر روانی بچه در مدرسه خود را تنها احساس کند. جالب این است که دولت چه فدرال و چه استان سرمایه گذاری های عظیمی می کند. این سرمایه گذاری ها به نام رفع مشکلات و نابهنجاری و بحرانی اجتماعی انجام می شود. به طور مثال اخیراً محل های برای تزریق مواد مخدر برای معتادین فراهم کردند. این مراکز در ونکوور بود ولی ما تا حالا چنین جایی نداشتیم. اول به خاطر اینکه تعداد کسانی که در خیابان ها از استفاده زیادی مواد مخدر می مردن زیاد نبودند. دوم اینکه تعداد معتادین هم قابل توجه نبود. ولی متاسفانه روز به روز به مشکلات این چنینی اضافه می شود. ایجاد چنین محل ها مسلما زنگ خطری است. روز 22 آگوست خانم هلن دیوید یا داوود وزیر آموزش عالی 23 میلیون دلار به مبارزه با خشونت جنسی و ریشه‌کن کردن آن در خوابگاه‌های دانشجویی و قربانیان این خشونت‌ها اختصاص می‌دهد. این اولین بار است که چنین موضوع به این صورت رسانه‌ای و در دانشگاه مونترال مطرح می‌شود. دوستان متوجه شدین؟ اولا این مقاله را اگه می‌خواید از اون مجله که گفتم پیوند پیدا کنید. اگه مشکلی داشتید برای پیوند پیدا کردنشون روی فیسبوک خانم شایسته الهامی که من متاسفانه گفتم نمیدونم به چه دلیلی ایشون اسمش رو اینجوری فقط نوشته، اول اسمو ال نوشتن شی هم شایسته و ال. دوستمون مثلا الان نوشته فری برز، فری رو این ور نوشته، برز اون ور نوشته. نکنید این کارو. اسمای خوب خودتون رو که باید تو دنیا رایج کنید دارید از بین میبرید. من دیدم این خانمای ایرانی خیلی این کارو میکنن، این ور مینسه های، اون ور مینسه ده. من نمیدونم، خب وقتی ما انتظار دارین دوست آمریکاییتون بهتون بگه های ده یا نمیدونم، در هر صورت پیدا نکردین به من خبر بدین. نه شما مهندس بودی و تلویزیونای ایرانی لس آنجلسی مهندس ما آها اون مهندسی که شما میگی شما آقای سوربی آخه این دوستمون آقای پاکشیر برنامه پرچونه اتفاقا تو تلویزیون مردم چند ماه برنامه داشتن، ایشون مهندس رو مینویسه مهندس، بعدم با هجیمی مینویسه. خیلی جالبه چون الان من دیدم تو ایران خیلی مکافات این مهندس و دکتر و اینها هست و جامعه‌ای که بدبخت باشه اینجوری هی به خودش مهندس مهندس. آقای مهندس بفرمایید. آقای سرهنگ جناب سرهنگ اینجا جناب تیمسا. اصلا جناب تیمسا غلطه، خود تیمسا یعنی جناب آقای
مثلا ارتشی. این اشتباه، میخوای احترام بذاری؟ آقای محبی تشریف بیارید اینجا، آقای ازهاری تشریف بیارید اینجا، خانم طرف یه شمه میشه دکتر، میشه زن یه دکتری، فردا بهش میگن خانم دکتر. در صورت دیدید دوستان چجوری اونایی که بلدن نگاه کنن به موضوعات، موضوع همین کوله پشتی دادن و شکلات دادن و بگی که این مشکل بزرگیه، داره هر سال بزرگتر میشه. شمایی که میگی آقا چرا تو ایران دارن دوا میدن اینا میخوان ما رو معتاد کنن، آقا تو دوره شاه هم شروع کردن تریاک دادن، چون اونجوری میگه اقلن بزهکاری و جنایت و اینا کم میشه، کنترل هم میشه. طرف وقتی میخواد بیاد دوای تریاک سناتوریشو بگیره، اسم مینویسه، میفهمن مصرفش چقدره، اگه کافی نبود همونجا فوری زودتر میفهمن، تا اینکه یکیش تو این جوب افتاده مرده، یکیش تو خیابون اووری. آقا مادر بنده تو خیابون بوده، اومدن با موتورسیکلت کیفشو زدن بنده خدا زانوی آهنی و فلان اینا افتاده زمین، حالا تازه شانس آورده. دوست خواهر دوستمون، خواهر دوستمون توی خیابون اومدن کیفشو زدن برده، خودش هم چرخیده سرش خورده به یه تیکه سیمان کنار جاده مرده، کنار خیابون مرده. این اونو کم میکنه، ولی باز میگه باید ببینیم ریشه اشکالات کجاست، که البته سوالش بعد اینه ما ریشه یاب داریم؟ اصلا کسی داریم که ترابل شوتینگ بلد باشه، جامعه شناس باشه، بیاد بشینه نگاه کنه؟ اینا هم که تاچی میکنن میرن دنبال کار و دنبال پول و اینها. اینم از این. در هر صورت خیلی ممنون دوست عزیز. بنده یه فیلمی دارم، اگه کسی خواست بره توی یوتیوب پیداش کنه، تاریخش هست اول دسامبر 2003. این اولین برنامه‌ایه که من بعد از اینکه از رنگارنگ جدا شدم آمدم برای دوستان گفتم دوستان، اینایی که میان خودشون معرفی میکنن میگن آقا شما کی هستی، اون میگه این آقای دکتر فلانی فلان بسن. بنده در خیابونهای ایران، در خیابونهای آمریکا، در خیابون آلمان، از دانشگاه مردم فارغ التحصیل که نمیشی، همینجوری داریم میخونیم، دانشجو هستم، همینجوری دارم میخونم، یک مسلمان خوب چی دانش بجو چیه؟ از تولد تا مردن دانش بجور، زگهواره تا گور دانش بجور. در صورت بله این کمک ها تو آمریکا هم هست، طرف پول نداره برای بچهش ساندویچ درست کنه بده ببرن، میره اسمی نیست زور که میره اونجا بهش خوراک مجانی میدن. حالا شما هی بشین هی بگو چلی آخونده به اون خوراک مجانی نمیدن، تو دوره شاد دو تا چلو کباب بمونن. یه دوستی آقای اکبر گلپا بود اسمش، یا گلپا، میگفت در کل گلپایگان به ما چلو میدادن با دو تا کباب. گفتم والا ما اون وقتا که بچه بودیم هیچ وقت دو تا کباب بهمون کسی نمیداد، تازه اگر میرفتیم چلو کبابی برای ما یک نیم پورس میگرفتن، نیم پورس میشد یکم برنج با یک کباب. چجوری شما مدرسه میرفتی؟ تو مدرسه چون تو برنامه چیز نبوده، تو مدرسه به شما یه برنج میدادن دو تا کباب، خب این وقتی میخوردی دیگه بچه میتونی سر کلاس بری، ولی به ما ندادن. تا موقعی که ما بودیم حتی بهمون گفتن، رفتیم 5000 دادیم یک لیوانای پلاستیکی خریدیم، گفتن ماست بهتون میدیم. هرومزاده معلم دبیر هر کی بوده اوناش که دزدیدن میگم، ما معلمای خوبم زیاد داشتیم، هیچ وقت به ما خوراک ندادن. ولی دیده بودم دوستامون از کی میمدن توی اون محل، اون مثلا آقای هادی نیازمند شاپور اینا، یکی میگه به ما امروز موز دادن، موز خیلی گرون بود گیر نمیاد، یکی میگه به ما نون سنگک دادن. گفتم والا تو این مدرسه‌ای که من رفتم، اون موقع ما پنجم راهنمایی نبودیم، میرفتیم دبستان تا ششم مدرسه راهنمایی نداشت، اصلا میپریدی میرفتی، خیلی هم بد بود به نظر من. شما یه دفعه از کلاس از 12 سالت بود از دبستان میرفتی یه دفعه بچه های 18 سال، 19 سال، یه دو سال هم رد شد و 20 سال، و این دبیرستان نبود اصلا کلمه درست نیست. دبیرستان یعنی چی؟ دبیرستان یعنی جایی که دبیرها هستن. اوکی ببینیم که بله این مقاله رو من خوندم تا آخرش، خیلی جالبه و به اصطلاح
به خوندنش میارزه. و اما این یه دوستی داریم، خانم شعله شمس، اگه اشتباه نکنم همشهریمون هم هستن، سالهای سال خودش و همسرش که فوت شد رفت، خدا رحمتش کنه، فعالیت میکنن. بعضی از این دوستان فقط فعالیت میکنن که فعالیت کرده باشن، که تو خونه نشینن، که حوصله‌شون سر نره. شاید منم از به خاطر همینه که میام اینجا. همون روز دوشنبه هم گرفته بودم کنار رودخونه، همش مثل گنجشکا و کبوترهای هست که عادتشون میدن، معتادشون میکنن، فکر میکنم یه چیزی کم داره. این دوستمون نوشته که سخنرانی روز چهارشنبه ششم سپتامبر که همین امروزه، کلوپ روتاری رنچو پارک، دکتر فریدون خاوند. من اولش که خوندم، میدونی بعض وقتا آدم عینک، مثلا صبح که من میام با عینکم باید یکم بیام جلوتر، نمیدونم چرا، بعد چشم تنظیم عادت میکنه. وقت گفتم دکتر خالیبند، ما این همه خالیبند داریم، حالا این یکی دیگه رفته اصلا رشته خالیبندی یا فامیلیش. بعد دیدم دکتر خالبند هست. حالا عکسشم به شما نشون میدم، اگه تو منطقه هستید، اگه خواستید برید به خانم شمسم سلام من رو برسونید. خانم شعله شمس، سخنرانی روز چهارشنبه ششم سپتامبر، کلوپ روتاری رنچو پارک، دکتر فریدون خاوند در مورد بالاترین چالش‌های اقتصادی ایران صحبت می‌کنند. ورود برای مهمانان آزاد. من به شما قول میدم، شما برید تو این جلسه، تمام چیزایی که میگن شما خوشتون میاد، چون چیزایی که خودتون میدونید و قبول دارید، ولی به شما نمیگن حالا چه باید کرد. و وقتی یه چیزی رو به شما بگن که شما میدونی، این حقیقتا ذکر مصیبت. اینایی که میرن روزه خوشحال میان بیرون، آقا عجب روزه خوب بود، دیدی چه صحرای کربلای برای من درست کرد؟ بله، برای که بیچاره تو زندگی اینقدر بدبختی داری، صحرای کربلا رو با خودت بردی اونجا، اون فقط گفته بزن حالا تو سرت، تام زدی تو سرت و گریه کردی. این جلساتی که دوستان میذارن همش ذکر مصیبته. اگر پیدا کردید یکیش ذکر مصیبت نباشه، یکیش یه چیز جدید بگه، بفرستین ویدیوشو لینکشو، من براتون مجانی پخش میکنم که آقا این داره میگه یه کاری انجام بده. مثلا این آقای دوستون علی ترابی قشنگ میگه تا زمانی که مردم جون به سر نشن اینجوری اونجوری میگن، پس یعنی هنوز جون به سر نشدن. میگه چرا جون به سر شدن؟ میگم خب پس چرا کاری نمیکنه؟ میگه برای که تا بگی عمل کنن فرار میکنن. آقا این مردم که مال مردم خودمونن، دیگه حداقل بهشون بی احترامی نکنی. من و شما نشستیم بیرون، هی به اونا میگیم برو بزن. آقا اون دنبال اینه که امروز برقش قطع نشه، چیش قطع نشه. بذارید من راجع به برق و اینا یه چی براتون بگم، نمیدونم حالا میذاره اکسس پیدا کنم یا نه، شاید بذارید اگر بشه من اینو نشونتون بدم. یه عکسی گرفتم، اینایی که تو آمریکا هستن میدونن چند سال پیش این شرکت‌های کردیت کمپانی و اینها انقدر از مردم اینترست ریت میشه چی؟ سود، نزولای بالا میگرفتن که دیگه صدای دولت در اومد لیمیتشون کرد. نمیدونم گفت 30% مثلا در سال بیشتر نمیتونید بگیرید و یه قانونی داره. ولی یه جایی هست، اینایی که الان روز به روزم زیاد میشن چون وضع اقتصادی دنیا داره بد میشه، مثلا نوشته که تایتل ماشینی تو بیار پول بگیر، یا یه جایی هست نوشته پان شاپ، یا تونه سمساری امانت فروشی تو ایران میگفتن. من همیشه میگفتم اینا چرا امانت رو میفروشن؟ امانت که امانت دار بودن و اینا خوبه، باید نگهش دارن. بعدم فهمیدم بابا جون یعنی شما به عنوان امانت میری این قالیتو میذاری اونجا، گویا بانک ملی اینا این کارو میکنه. بعد مثلا به 2000 تومان میدن، بعد میای بعد چند ماه که میخوای ورش داری میگن اینقدر، یه مدتی هم داره، اگه نیای اونا دیگه ورش میدارن تو حراج میفروختن. من دیروز گفتم که بابا این اسلحه مسئله این همه داریم برای چی میخوان؟ اسلحه داشتیم که مثلا به دیوار زدیم، کلاسیک مال آلمان، اسلحه داریم نمیدونم ماکاروف مال روسیه، ببریم اینا رو بفروشیم. گفتیم برای که نفروشیم به کسی، فردا اگه یک کسی رفت تیراندازی کرد و اینا یقه ما رو بگیرن، بهترینش اینه که بریم این پان شاپ یا این سمساری ها یا این امانت فروشی ها. من برای اولین بار بود که توی یکی از اینا رفتم، از پشت شیک گاهی وقتی نگاه میکردم چی دارن.
برای اولین بار بود که ما رفتیم توی یکی از اینا و گفتیم که آقا ما این اسلحه ها رو داریم میخوایم بفروشیم. و خب میدونستم که شما چیزی رو که میخرید 600 دلار میخرید 1000 دلار اونجا بهت میگن 200 دلار 300 دلار. حالا اون موضوع مهم نیست، مهم اینه که گفت که میخوای بفروشی یا میخوای بذاری امانت. گفتم مگه فرق میکنه؟ گفت بله، بعضی جاها پان که میکنی امانت که میذاری مثلا بهت میگن 300 دلار میدیم، ولی اگه خواستی بفروشیش بهت میگن 500 دلار، ولی ما دو تا قیمتمون یکیه و برای اینا بهت 500 دلار میدیم. اگر خواستی بعد یک ماه بعد از 30 روز بیار 553 دلار بده، این دوتا اسلحه تو بردار برو. دوستان نگاه کنید، چون قانون اینا رو مجبور میکنه که به شما توضیح بده. این پایین نوشته چی؟ نوشته سود سالیانه 127.20% یا 0.2%. میبینید 127. خب یعنی خیلی ساده است دیگه، هر ماه این 10% گرفته، 3 دلار هم چیز، یک سال میشه 120 تا، 7%ش هم برای این کار. اینه که مواظب باشید، خرجتون رو کنترل کنید، کردیت کارتون رو کنترل کنید، سر و کارتون به اینجا نیفته. حالا من الحمدلله از روی بیچارگی و نمیدونم نداشتن نبود، از اینکه واقعا وقتی هم اینا رو زیاد داری هی جا میگیره، هی هر وقت میخوای تمیز کنی دلت میسوزه که این خریدی افتاده اینجا و اینها، و واقعا خون مردم رو میمکن. ناگفته نماند که همین ها زندگی بعضی ها رو نجات میدن. مثلا الان توی آمریکا 78% مردم چک به چک زندگی میکنن. این چک به چک یعنی این که امروز که میره سر کار، اگه جمعه شد ساعت 2 بعد از ظهر چکشو بهش ندادن که بره بانک، که بعضی این چکا رو هم میبرن میدن یه کسی که نزول خوره پول کمتر کش میکنه، اگه بهش این چکو ندن این آب قطع میشه، برق قطع میشه، اجاره خونش دیر میشه، قسط ماشینش اینجا بعضی ها هفتگی میدن. خلاصه فکر نکنید پاتون برسه به آمریکا هر درختی رو که گرفتید تکونش میدید ازش دلار میریزه. 78% مردم دارن زندگی میکنن از این چک به اون چک، و اگر کارشو از دست بده، خونهشو از دست میده، ماشینشو از دست میده، میشه هوملس، کنار خیابون باید بشینه. و وقت تو همین مملکت یک کسایی هستن مثل ترامپ، یه کسایی هستن اون 10% که براتون گفتم. برنامه رو ببینید، اگه خواستید مهمون برنامه ما هم میتونید باشید. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم اینجا، هنوز 8 دقیقه وقت داریم. ما امروز میخوایم قشنگ اون 2 ساعت برنامه رو به شما بدیم. یه بار دیگه گله خودم رو تایید میکنم، از آقای چمنارا انتظار نداشتم بعد از برنامه که من قسمت ویدیو خودشونو تنهایی درست کردم، برایشون روی فیسبوک گذاشتم، روی بالاترین گذاشتم، روی توییتر گذاشتم، برای خودشون فرستادم و نوشتم که مهندس سهراب چمنارا باور دارد که مشکل ما با قانون اساسی حل میشه، ایشون وقتی خواست اینو برای دوستانش بفرسه نوشت این آقای سوربی آدم جالبیه، حرفایی که میزنه گاهی وقتا جوری حرف میزنه که آدم رو مجبور میکنه که بره به اصطلاح جواب بده، البته بعض وقتا هم توهین میکنه. آقا من به شما تو زندگیم چه توهینی کردم؟ شما نمونش دوستان شاهولایی که هرچی گفتن آقا شما توهین کردی، گفتن من شرط مندم. شما یه چیز توهین آمیز بیا بگو، آقا گفتید شاه اینجوری، گفتم نبوده. خودتون دارین میگین، دوستای خودتون دارن میگن و هنوز کسی نتونسته اینو پیدا کنه. شما آقای چمنارا اگر کسی به شما گفت این کتاب تمام مشکلات دنیا رو نمیتونه حل کنه، شما آمدی گفتی این به من توهین کرده، امیدوارم مردمی داشته باشیم که اینا بفهمند این توهین نیست، این نظر منه، این انتقاد منه. بابا طرف شغلش اینه که کتابو بهش میدن میخونه، نقد مینویسه. نقد یعنی چی؟ یعنی انتقاد خودش رو از این کتاب. نقل که نمینویسه، نقل که نمینویسه، نقد مینویسه، انتقاد میکنه از این کتاب. که آقا این یادمه کتاب آقای حیدرعلی شهبازی، مأمور محافظ شاه و معلم کنگ فو این آقای رضا عقب افتاده،
این رو وقتی که دادن به اون ویراستگر یا ویراستار یا ادیتور نوشت و تصحیح کرد و فلان اینها، بعد مرده نقد خودش رو هم نوشت. به نظر من ایشون بیشتر از اون چیزی که وظیفش بوده، بیشتر از این چیزی که انجام میداده الان توضیح میده، و اینم نرماله. شما وقتی یه جایی باشی، حتی برای بچه تو، برای فامیلت هم که تعریف میکنی، مثلا اگر از شیراز تا تهران دو تا پنچری کرده باشی، میگی آقا 10 تا پنچری کرد، هوا هم چقدر گرم بود، آدم داشت کباب میشد، ولی میبینیم شما نه کباب شدی نه اگه 10 تا پنچری کرده بودی که دیگه این تایره رو باید مینداختی دور. در صورت این به اصطلاح موضوعا بوده و هست، ولی آقای چمنارا به نظر من مناظره یا گفتگو نکردن. این را هم تقدیم میکنیم به آقای علی ترابی که ببینه دین مسیحیت هم اگر یک کسی آمد حقیقت رو گفت و گفت که آقا نجات پرستی خوب نیست، ببین چه بلایی به سرش میارن. جالب اینه که این آقای جوانی که الان عکسش رو اینجا میبینید، این یکی از اون به اصطلاح نوه و نواده های همون رابرت لیه، و اسم این آقا هم لی هست، و این رفته با مادر اون خانمی که دخترش کشته شده اینجا تو این مراسم عکس گرفته و گفته که این کار نجات پرستانه بوده، این کار غلط بوده، چنین و چنان. این برنامه که تموم میشه، کلیساشون بهش میگن که شما باید ریزاین کنی. ریزاین یعنی استعفا بدی. خب یعنی محترمانه چیکار کردن؟ عذرشو خواستن و کردنش بیرون. ولی من خیلی خوشحالم. اگه گفتی چرا؟ اقلا حالا خود این آقا میفهمه که شما اگه نجات پرست هستی، نجات پرست نیستی، نمیتونی بری تو کلیسا. چون شما پاتو که میذاری تو کلیسا، باورت بر اینه که چون یار عیسی هستی شما میری بهش، ماهای دیگه نمیری. کلیمیه وقتی میره سنگال یا چی بهش میگن، کنسا مجلسشون، اون باورش بر اینه تافته جدا بافتن، chosen people، همونجا نجات پرست. دروغ میگن، باقیش دروغه. من با همه دوستم، همه برادریم، همه برابریم، دروغ میگن. دوستان بهایی شعارشون اینه که ما از یک درختیم و شاخه های یک درختیم، دروغ میگن. با اونی که بهایی فرق میکنه رفتارشون با توی که بهایی نیست. خب هر کدوم از شما هر چیزی که من گفتم به نظرتون قلوف کردم، به نظرتون دروغ گفتم، به نظرتون اشکال داشته، خلاف گفتم، تشریف بیارید مهمون برنامه ما باشید، یا با این شماره تلفن بذارید براتون بذارم اینجا، 202 ایریا کد واشنگتن، 695-2573، این 7 رقم شماره تلفن ما هست. USM که بغلش می نویسم اینی که شما اگه توی کشور دیگه هستی یادت باشه که آقا من اگه تو آلمانم باید برای اونجا پیش شماره بگیرم، یا میگن کد اون کشور رو، اینجوریه دیگه، شماره ها هی بهشون آدرس میدی. یکی از اشکالای اپوزیسیون ما به مردم میگه همه با هم باشید، میگم آقا کی کجا، میگه همه با هم باشید، ولی اینا آدرس میدن. شما تلفنی که برمیداری به این گوشی با این کار میگی که برو اینجا، از اینجا برو اینجا، از اینجا برو اینجا، برو اونور آب سربی. ولی کمپوزیسیون ما خودشون هم گمند. و خیلی ممنونم از این دوستمون که امروز با این به اصطلاح برنامه شماره 18 روز من را هم ساخت، چون من یکمی از آقای چمنارا ناامید شدم که ای آقا شما که کتاب می‌نویسی، دبیری، مهندس برق هستی، شما هنوز الفبای یک مناظره رو بلد نیستی. آقا شما میای یه چیزی رو میگی، ساکت میشی، من میگم. شما میگی رضا شاه، من میگم نه رضا شاه، میگی نه آقا رضا شاه رو ول کن. شما میگی آقای فروتن نمیگی، میگی جنبش نمیدونم مردمی، میگم این فروتن فلان، میگی نه اونا رو ول کن. شما میگی اون یکی، میگم نه آقا این که نشد که، نه اونو ول کن، نه اونو ول کن. یه دوستی داریم وقتی میخواد آدرس بده میگی شما از اینجا برو، میرسی به یه درخت بزرگی، اونو ولش کن. میری سمت چپ یه مغازه، یه ماشین قرمزی هم جلوش کونه است، تکون نمیخوره. شما همه مغزتو متمرکز میکنی اونجا، میگه اونم ولش کن. خب آقا ولش کن، اونی که باید بگیرم بگو. آقای چمنارا
شما آمدی میگی این قانون اساسی اینجور اونجور، البته بعد آخرش درست مثل آقای فرهمند کلایه باورشون بر اینه که نظم و نظام دنیا و کانسپیرسی و اون دسیسه ها و اون 300 نفر من و شما باید بشینیم هیچ کاری نکنیم تا دنیا خودش درست بشه. آیا این همون چیزی نیست که آخوندا میگن؟ شما بشینین ما براتون تصمیم میگیریم و اگه خدا خواست. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. جمعه برنامه بسیار خوبی خواهیم داشت، با کانون آوا ساعت 12 ظهر شروع کنیم. سه تا مهمون، یکی از اونها کسایی، یکیش آقای منوچهر عبدی، کسی که تازه از سازمان جدا شده و ببینید که سازمان چه چیزهایی که درباره ایشون نگفته و این چه سازمانیه که تا دیروز که این داخل بود شما چیزی نگفتی، ولی وقتی آمد بیرون شد مزدور، شد خائن، شد خودفروش، شد تنفروش، شد معتاد. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و اینجا هم نوشته، اگه حرف منو قبول نداری بفهم، شما هم میتونید خیلی ساده اینجا برنامه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. مرسی که با من بودید، مرسی که با تلویزیون مردم بودید. لطف کنید حمایت رو فراموش نکنید. بازم ممنونم از آقای چمنارا به خاطر حمایت، ممنونم از احمد از فلوریدا به خاطر حمایت، ممنونم از هوشنگ، ممنونم از پتیک و ممنونم از دوستان دیگه‌ای که حالا ما نمیخوام خیلی هم اسم بیاریم که بعد بگیم چون اسمشون رو آوردیم اینا کمک کردن. ممنونم از اون کسانی که حتی کمک میکنن ولی نمیخوان اسمشون گفته بشه. خیلی ممنون. مرسی.